درود و عرض ادب خدمت هر 10 پلیر این بازی، گروه محترم داوری و خدمت همراهان همیشگی و وفادار گروه مافیا تیوب، یعنی بیننده های کانال یوتیوب و توییچ ما. نبی هستم، افتخار این رو دارم که میزبان شما در این بازی باشم و از این بابت خیلی خوشحالم. در خدمتون هستیم با هفتمین بازی از مرحله مقدماتی تورنمنت رنگین کمان. این تورنمنت رو به یاد کیان پیرفلک، کودک معصوم و بیگناه 9 ساله که متاسفانه از بین ما پرکشید، به نام رنگین کمان اسم گذاری کردیم، به امید آزادی، آرامش و رفاه برای مردم سرزمینم ایران. اما قبل از توضیح قوانین میخواستم از همه عزیزانی که در برگزاری این تورنمنت کمک کردن قدردانی کنم. اول از صداور عزیزمون خانم سارا رمضانی، آقایان مهدی دلگشایی و حجت قرایی، در مرحله بعد از صابر و سینای عزیز که کارهای ثبت نام، هماهنگی و گرافیکای زیبای تورنمنت رو به عهده داشتن، و از گروه گادهای مافیا تیوب و ساپورت همیشگیشون، و البته اسپانسر مالی تورنمنت گروه صنعتی آپولون و چند دوست عزیز که به طور کاملا دلی به تورنمنت کمک مالی کردن و نخواستن که اسمشون برده بشه. از همه این دوستان تشکر میکنم. بدون کمک این عزیزان این رقابت جذاب شکل نمیگرفت و محقق نمیشد. و اما جوایز نقدی. جواز نقدی گروه فینالیست: نفر اول 4 میلیون، نفر دوم 3 میلیون، نفر سوم 2 میلیون، مابقی فینالیست ها هر کدوم 1 میلیون. در ضمن برای هر 10 فینالیست یک تندیس یادبود هم تهیه شده که تقدیم حضورشون میشه. بیس پلیر بازی های مقدماتی، یک چهارم نهایی و نیمه نهایی هر کدوم 5 میلیون تومان برنده میشن. 6 جایزه 5 میلیونی به 6 نفر از با اخلاق ترین پلیر ها تعلق میگیره که این جوایز رو اسپانسرمون تقدیم میکنه. برای بیننده های یوتیوب هم جایزه داریم. از هر بازی یک بیننده به طور رندوم قرعه کشی میشه و برنده 100 هزار تومان جایزه نقدی میشه. برای برنده شدن این جایزه باید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم زیر ویدیو قرار بدید. رقابت ها که تموم شد توی برنامه لایو و زنده من قرعه کشی بیننده ها رو انجام میدم. و اما گروه تولیدی صنعتی یوسفزاده سماور آپولون با بیش از نیم قرن تجربه به نمایندگی سرکار خانم یوسفزاده، اسپانسر تورنمنت رنگین کمان، این رقابت جذاب رو به شما تقدیم میکنند. که البته من ویدیوی محصولات خوب و کیفیت این گروه تولیدی رو براتون به نمایش میذارم تا با محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چایی نمیخوره؟ چایش با سماور آپولونه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. از این مقدمه بگذریم، میرسیم به خود بازی و قوانین بازی. سناریوی بازپرس هست. سه نقش مافیایی داره، شامل گادفادر، ناتور و شیاد. 7 نقش شهروندی شامل پزشک، کاراگاه، روینتن، محقق، بازپرس و 2 شهروند ساده. ترتیب اکت گرفتن: اول هانتر و شیاد رو میگیرم. شیاد قبل از اینکه به من اکت بده اجازه صحبت و مشورت تو گروهش رو نداره. بعد اکت گادفادر رو میگیرم که حالا تصمیم گادفادر شات، ناتویی یا سوداگری میتونه باشه. اگر تصمیم به ناتویی بود گادفادر به من اعلام میکنه، بعد ناتو باید بیاد پیوی من و نهایتا تصمیمش رو بگه. بعدم اکت شهروند رو میگیرم. همتون پلیرهای حرفه‌ای هستید، قوانین بازی و قوانین انضباطی رو بلدید. صرفا جهت یادآوری میگم، رعایت ادب و احترام در تمام طول بازی و در صحبت‌های آخر بازی الزامی و اجباریه. به نقشتون نزدیک نشید. اطلاق به نقش مثبت به افراد زنده بازی نداریم. دفعه اول اخطار میگیرید، اگر تکرار بشه اخراج میشید. مسئولیت بسته بودن مایکتون با خود شماست. حتی اگر اتفاقی در زمانی که ترن صحبتتون نیست مایکتون باز بشه و صدایی از سمت شما شنیده بشه، دفعه اول اخطار میگیرید. کلن به هر نحوی تو بازی دو اخطاره بشید از بازی اخراج میشید. در زمان بازپرسی و دفاعی اکت نداریم. حتی حرکات صورت و ابرو باعث اخطار میشه و باعث سلب حق رأیتون میشه. تایم صحبت عادیتون 40 ثانیه است. تایم چالش 20 ثانیه است. توی بازپرسی تایم 30 ثانیه است. موقعی که درباره میگیرید تارگت کاور 30 ثانیه است. تایمرتون که تموم شد یه تایمر اینجا
گوشه تصویر من نمایش پیدا میکنه. این تایمرتون که تموم شد و من مرسی گفتم، فقط اجازه دارید جملتون رو ببندید برای اینکه جملتون ناقص نمونه دیگه، یه دیالوگ جدید رو شروع نکنید. چالش رو اول صحبت میدید، برای چالش دادن هم دیالوگ نمیکنید. یه نکته خیلی خیلی مهم، در طول بازی به هیچ وجه اجازه ندارید پی وی افراد برید، چه پلیرهای داخل بازی چه افراد بیرون بازی. هیچ اطلاعاتی از بازی رو به بیرون درز نمیدید. حتی چت کردن بازیکنهایی که هر دو از روند بازی خارج شدن هم ممنوعه. در صورت مشاهده کوچکترین تخلف بدون استثنا در جا از رقابت حذف میشید. مهم نیست که تو چه مرحله ای از رقابت باشید و همچنین مهم نیست این چت از دید خودتون چقدر مهم یا بی اهمیت باشه. حتی یه اموجی یا هر چت و صحبتی تخلف محسوب میشه و به شدت باش برخورد میشه. و اما در مورد شات شب یک، کسی که شات شب یک میشه تا پایان روز صبر میکنه و روند بازی رو میبینه. بعد از اینکه من شب اعلام کردم، یکی از داورها میاد پی وی اون شخص. اون پلیر باید اونجای بازی سه تا مافیای قطعی داشته باشه که معرفی بکنه و اگر شهروند قطعی هم داره میتونه معرفی بکنه. چین های دوتایی و ستایی و بین گذاشتن تو اونجای بازی امتیازی برای صعودش محسوب نمیشه. باید بتونه اونجا مافیا و شهروند قطعی معرفی بکنه. این نظرتون رو و استدلالتون که چرا این شخص رو مافیا دارید و چرا شهروند دارید رو توی یه وایس برای اون داور میفرستید و قطعا میتونه برای صعودتون مؤثر باشه. در انتهای بازی به همه پلیرها 2 دقیقه فرصت داده میشه که راجع به نقاط مثبت بازیشون صحبت کنن. از این 2 دقیقتون استفاده کنید تا بتونید نقاط قوت خودتون رو به رخ داورها بکشید و قسمت‌های مثبت عملکردتون رو بولد بکنید. قبل از شافل کردن نقش‌ها از گروه محترم داوری خواهش میکنم اگر صحبتی با پلیرها دارن بفرم. با اجازه. سلام و عرض خدمت همگی. آقا بالاخره گروه من فرا رسید. پیشبینی منم از این بازی یه نبرد مرگباره. امیدوارم که تحقق پیدا کنه. شماره 4م آقای نبی یه لحظه قطع و وصل شدن. به نظرم تصمیم نهایی رو حالا پایان صحبت داور بگیریم. متشکرم آقا مهدی. خانم سارا اول صحبت میکنن یا آقای حجت؟ اگر اجازه بدن اول من صحبت میکنم. ببخشید آقای حجت که مهدی آقا اینجوری پرید وسط صحبت شما، خیلی کارش زشت بود. بچه ها سلام، امیدوارم بازی قشنگی بشه و همینطور آخر بازی مثل همین اولش که همتون روی گشاده لب خندون شاد و شنگولین، آخرش هم همینطوری باشید. آره بهترین خودتون باشید. به نظر من بازی خیلی جذابه. من خودم که بی‌صبرانه منتظرم بازی شروع بشه. موفق و پیروز باشید. مرسی. خیلی خوب رفقا، سلام و عرض ادب. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خدا رو شاکرم عمری داد، فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما بزرگواران باشم. مشتاقانه منتظر این بازی جذاب بودم. عرضم به حضورتون که بهترین خودتون رو ارائه بدید و فارغ از نتیجه از بازی خودتون لذت ببرید. آقای دلگشاده داشت یک گزارشگر معروفی ازش پرسیدن نتیجه این بازی چی میشه. گفت به نظر من یا تیم آ میبره یا تیم ب میبره یا مساوی میشه. بعد حالا من از شما یه سوال دارم، این نبرد مرگبار رو کی قراره ببره؟ آقای دلگشاده مساوی میشه. پیش بینی من اینه که شهروند میبره این بازی رو. امیدوارم همینطور هم بشه و ببینیم چی میشه. دم همگیتون گرم، خسته نباشید، خدا قوت. احتمالا ساید مستقل میبره. عرضم به حضورتون این که ما رندوم کردن نقش ها رو تو سایت رندومایزر انجام میدیم. من از روند رندوم کردن فیلم میگیرم، ادیت میکنم. ویدیوی بازی که آپلود شد تو یوتیوب در انتهای بازی میتونید این در واقع روند رندومایز کردن رو ببینید. خب دوستان نقشاتون رو گرفتید، فارغ از هر نقش و سایدی که براتون اومده امیدوارم بهترین بازی خودتون رو به نمایش بذارید و فارغ از جنبه رقابتی تورنمنت از خود بازی لذت ببرید، کیف بکنید. بازی رو شروع میکنیم از روز معارفه. شماره 1 بفرمید. سلام بچه ها، آلین شهرتون هستم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. قطعا خارج از سایت
بازی خیلی خوبی خواهد بود. ممنون از آقای نبی که بازی رام میکنه و صداور عزیز که بازی نگاه میکنه. بچه ها برای شهروندای بازی همین اول بازی راحت میکنم. آرین بازی تو شهروند به هیچ عنوان تارگت بهش نمیزنید. مافیای من شماره 6، شماره 8 و شماره 10 بازی هستم. بهتره ان شاءالله که بازی پر از فکت کنم. سلام رفقا، مهدیم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. از بازی با تک تک هم لذت میبرم. خیالتون راحت باشه مهدی دباشی رو سیت دو شهروند بازیه. ببینید بچه‌ها، نمیذارم تو این بازی شهروند به شهروند تارگت بزنه. میتونه مشکوک بشه ولی حق رأی یک ندارید به شهروند بدید. شهروند باز فقط به مافیا رأی بده، مافیا فقط تحت فشار باشه. دیل روز یک رو میپذیرن، تارگت هم رفت بیرون، خود شهروند منو خودمو بکنید بیرون. باز پرسه بازی هر جا نشستی تارگت منو با تارگت خودت یا تو خودمو با تارگتم بیار بالا. قطعی تارگتمو میخونه مافیا، نخون مافیا منو بدید بیرون. فعلا یه اتهام میزنم به آقای شماره 8. به نظر من اکتت خیلی مشکوکه داداش. به نظرم مافیایی. یه خنده‌ای کرد شماره 1 صحبت کرد. به نظرم مافیایی بود. ولی برنده بهتر فردا رای. سلام دوستان، پاشام. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. از تک تکتون بازی یاد میگیرم. بریم سراغ بازی. آرین یکم ذهنتو درک خیلی قفل نیست. این ور داری میزنی ردیف پایینی رو فقط داری تارگت میکنی داداش. 6 8 10 این ورا اینو فکر میکنی مافیا پیدا نمیشه مثلا تو 2 3 4 این ورا ذهن دیگه هم قفل بود زدی اون ور درباره تو زیاد بازی که صحبت نکرد تا اینجا کم کم باز در مورد اون صحبت نشه ذهنت قفل بود داداش به نظر من تو مشکوکی مهدی دهباشی هم مشکوکی داداش تو چجوری میگی این بازپرسه تو رو با چیز بیاره تو داخل بازپرسی اون یار داره داداش تو رو ممکنه پوش کنه اگه تو شهروند باشی ها؟ سلام بچه ها، من اسمم حامده، خیلی خوشحالم با تون بازی میکنم. اینترنت رو عوض کردم، امیدوارم اوکی باشه. پاشا واقعیتش خوشم نیومد از گیرایی که به یک و دو دادی. نمیخوام خیلی بهت درست گیر داد، من خوشم نیومد. به نظر من آخه فیلینگ شهروندی گرفتم از یک و دو، نمیدونم خیلی خوشم نیومد. ولی تارگت سفت هم نمیخوام بهت بزنم اگه شهروند باشی بازیت خراب شه. اول فاز مافیا شدی؟ دوست داشتی مافیا بشی؟ خیلی دوست داشتی مافیا بشی. اول باز شدی پس. خب دیگه داره کلیم میکنه دیگه. فردا یه رای بدید اول فاز بره بیر. من یه ذره به پاشا مشکوکم، یه تارگت هم میزنم به اول فاز. بشه. سلام دوستان. خانه بازیتون هستم. شهروند بازی. خوشحالم از اینکه کنار همتون هستم. همتون رو با هاتون اکثرا بازی کردم به جز ما که 1 و 10 رو فکر میکنم سعادت نداشتم با آقای علی جوادی عزیز. علی جوادی رو بچه ها من خیلی دوست دارم، قلبم بازیشو همیشه هم تو بازی هایی که نگاه کردم از یوتیوب بیشتر سعی کردم بازی هایی که علی جوادی بازی کرده رو بازی کنه به تماشا کنم، به خصوص شهروندیش. امیدوارم که شهروند باشه آقای علی جوادی. خب برید سراغ بازی. پاشا یکه به نظرم علاوه بر این که فکت هایی که اووردی براش درست بود، مثلا همون 6 و 8 و 10 تارگت هاش خیلی تارگت های منظم. این یکی بعد نامنظم تارگت زد. سلام بچه، من روحام هم، خوشحالم برم با اتون بازی میکنم، ازتون بازی یاد میگیرم. تشکر از آقان نبی و ستاور محترم که داوری بازی بوده گرفتن. ببین پاشا، خوشم نیومد از ایرادی که به دو گرفتی. حاجی داره میگه که من دیلو میپذیرم بعد منو بیارین بازرسه. خب این مشکلش چیه؟ من شهروندی هم که دیل بازپرسی خیلی خوشم میاد، مثل دیل تفنگ بسام. من با دو بازی میشه. و ابوالفضل تو هم به نظر من حاجی این سم بازی کردنه چیه؟ میگه مافیا چه لایک میده. تو هم فعلا یه دونه اتهام از من بخور اینجای بازی. امیدوارم علی جوادی شهر باشه چون منم شهرم. بچرخه. درود رفقا، ابوالفضلم، خوشحالم دارم با تک تکتون بازی میکنم، قطعا از اون بازی یاد میگیرم. خب تو مگه شما الان تو نمیگی مگه پاشو بگیر به پاشا من گیر نمیدی برای مثلا یه کدوم ایراد گرفت شما رو چهارم که همین نرفو به پاشا زد تا بچه بشه امیدواری علی جوادی شهروند باشه. شما چهارو باشه شهروند کنید دیگه، چرا یک نظری در مورد شما چهار نمیدو. از اول بازی من اکتر گرفتم اکتر کلاپس دست کردم موقع چیزی هست که هم کلاس رو هم بلا مشکل دارم. بعد آقای خان، شما وقتی حامد پاشا گیر داده شما یه دیسلایکی دادی، اینترنت صحبت نیست، صحبت در مورد حامد نکرد. آقای خانم به نظر من مشکوکه.
شماره یک هم که مایک یک نشسته، تارگت سومش میرسه به مایک ده، به نظر هم میتونه باشه. بچه متشکرم بچه ها، اگر امکان داره اسم و شماره رو با هم بگید برای کسایی که اسم براشون اسم رو نمیشناسن، با شماره بگید. آیا آریا بفهم. سلام بچه ما، آریام، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. آقا نبی از شما تشکر میکنم بابت این تورنمنت. به نظر من شماره دو میتونه مافیا باشه. شماره دو تو اصلا فرض کن شهروندی، تارگت تو که الان شهر مثلا به من تارگت زدی، من شهروندم، تارگت تو کردی بینخون شهروند، فردا تو بازپرسی خب میری دیگه. حتی اگه با تارگت دومت هم بیای بالا خودت میری، دو تا شهر بازی میره بیرون. پس به نظر من شماره دو میتونه چیز باشه، به این فکر نکن روی تو. ابوالفضل سوال ازت بپرسم، حامدم که مثل روحام صحبت کرده، تو چرا به روحام زدی به حامد نزدی؟ یعنی خیلی شبیه به هم دیگه صحبت کرده بودن، جفتشون گیر دادن پاشا، گفتن خورده ای که از اینا گرفتی اشتباه بوده، این دوتا مثل هم دیگه صحبت کردن، تو هم مشکوکی. یه چیز دوباره خام بگم، خام خیلی نوار خالی پر کردی، من آخر نفهمیدم حرفت دوباره شماره یک چیه. اینو سردست باید چهارش بگیری توضیح بدی، نمیخواد توضیح بدی؟ مرسی. تو هم مشکوکی. سلام رفقا، من اسمم علیه، خوشحالم امروز دارم تو جمعتون بازی میکنم. تشکر میکنم از کسایی که توی برگزاری این تورنمنت دست داشت. ببین معرفاتون که به نظرم افتضاح بود، تقریبا بد نبوده. رفیق شماره 8 تو به نظر دوه مافیاست، به نظر 6 رو نباید تارگت میکردی. 6 بلند شده گفته که به چهار یا 5 اتهام زده، گفته چرا رفتی به دو تارگت زدی، خوشم نمیاد نسبت به اون تارگتی که به دو زدی، چجوری اونو اتهام نزدی تو ترنت. ببین خود 6 و 7 هم مشکل دارن تو بازی. ببین شماره 7 تو اگه به نظر دو خیلی شهرونده، باید بین 5 از اون بر که گفته فصل درسته اتهام نمیزن. متشکرم. به نظرم تو 5-7-8 پر مافیا است. فردا احتمالا همینجا دنبال مافیا میگرد. فعلا نکست باشیم. سلام دوستان، محمد رضا، امیدوارم بازی خوبی داشته باشید و بهترین بازیتون رو ارائه بدین. آیا شماره 4 شما داشتی راجع به شماره 3 صحبت میکردی؟ آیا علی جوادی دیسلایک داد؟ تو بعد مثلا ذهنت علی جوادی رو میتونست خلق کنه دیگه، باز ادامه دادی، بعد تارگت تو خیلی کوچیک‌تر کردی، گفتم آره من یه چیزی میزنم. آیا شماره 7 تو هم خیلی مشکوکی، یه شماره 5 داره با شماره 3 دیالوگ میکنه که یکه چرا مافیای بازیه، تو هم پنجه رو میزنی هم یکه رو میزنی، بعد شماره 8 تو ذهنت قفل شماره 2 بود که یه تارگت فیلینگی به یه تارگت اکتیو تو زده، همون تارگتو که بهش برگردوندی، راجع به شماره 6 هم که گفتم با شماره 2 بازی میشه هیچ صحبتی نکردی. خیلی عجیب بود. من 4 و 7 و 8 روز معارفه مشکوک دارم. به چرخ بنو چت داشتن. متشکرم. صحبت‌های روز معارفه رو شنیدیم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا چند لحظه صبر کنن، لینک گروهشون رو براشون میفرستم. خان تصویرت رو ببند. فکر کنم البته بسته، تصویرش فریز شده باقی مونده. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. دیگه چت نباشه، از اونجایی که من تو گروه نقطه گذاشتم دیگه کسی چت نکنه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. شب معارفه رو پشت سر گذاشتیم، گروه مافیا با هم آشنا شدن. جهت صحبت از شماره 1 به سمت شماره 10. با چالش بفرمید. چالش هفت صحبت کنه، اگر خواستم نکنم برگرد.
آریا من خیلی کرگیری زشتی از من کردی. من اصلا نگفتم که 6 تو چون 2 و 1 مثلا کاور کردی من به تارگت میزنم. من گفتم شماره 6 تو شماره 4 رو ندیدی. دقیقاً من همه حرفم این بود. گفتم تو اومدی شماره 2 رو شهروان کردی به چه فکتی؟ بچی شماره 4 رو شهروان نکردی. گفتم امیدوارم شماره 9 علی جوادی شهروان باشه. اصلا فکتشون با هم نمیخونه که تو می‌خواد سر این من کارت بزنی. میگم خواست کره بگیری برای کارت. ببین های شماره 3 تو از من مایکی یک انتظار داری از کلا هم خرگوش در بیارم دیگه. حالا مذهب دو گفتم من بعد از اینکه گفتم بعدن دیدم مرتبه من هیچ مرتبی ندارم. این واسه شما اگر شهروندی یک روز بازی دارم بهت اجازه میدم که ذهنت رو باز کنی. بعد های شماره 5 من اصلاحی میکنم از شما اگر فکت درستی واسه من داری که به 3 میگی فکت 1 این نبود شما اولش باید بلند شد منو گرفتی دیگه و فکت منو بیاری از 40 ثانیت کلن 20 ثانیت رو تشکر کردی با این بازی کردم با اون بازی نکردم آخرش هم که نتونستی فکت منو بیاری اصلا نرسیدی. شما اگر اینقدر محکم منو گرفتی و میخوای تارگت بزنی باید قبلش قطعا مطمئن صحبت کنی. 5 مافیات از نظر من شیشم میتونه مافیا باشه. آیه شماره 6 آیه شماره 7 یک لایکی داده یا مافیاست که شهروند حالا یه تارگت بهت میزنه. مرسی. چالش میدم شماره 10 لطفا چالش رایت نیستیم من بعد ببین. آیه شماره 7 زمانی که علی جوادی به توی تارگتی زد توی 20 لایک اینجوری بهش دادی که نه اینجوری نیستش الان چالش گرفتی که به 8 تارگت بزنی. من منتظر بودم اما صحبتات درباره علی جوادی بشنوم تو بازی داداش وقت تمام شد تو خودت وقت تمام کردی. من ندیدم به داور آقای نویر تایم تو قطع کنه. به نظرم تو که الان با این چالشت خیلی مشغول بودی. ببین آیه جوادی من 4 و 9 تو روز معارف مشغول داشتم حقیقتش رو بخوای. ببین شماره 4 به نظر من تو زود زبون من شدی به 3 تارگت زدی. باید می‌ذاشی فردا برنده من در بیاد بعد 1 و 2 در بیاد بعد به 3 بخوای تارگت بزنی. شاید موافقه درست گرفته باشه. آقای جوادی تو رو تو روز معارفه توقع داشتی شماره 8 چون من مثلا مافیا داشته به شماره 6 که به من گفته شهروند تارگت بزنه تو روز معارفه این توقع رو داشتی. 4 7 9 فلان مشکوکن از من. خب پس من بعد موافق قطعیت باشم دیگه. منم پشت علی جوادی همین فکت رو آوردم. چرا به من کاری نداری؟ خیلی مشکوکید. آقای شماره 7 من و شماره 9 گفتیم تو 8 با هم یارید بلند میشی سر صحبت چالش میگیری 8 رو میزنی. خیلی عجیبه. آقای شماره 1 تو هم سه تا فقط تارگت بک کردی میگی 3 به من اینو گفته تو مافی. شماره 5 تو مافی همین فقط تارگت بک کردی. شماره 7 یه چیز دیگه هم تو ذهن من هست. تو نوبت خود تو روز معارف فقط راجع به نفر قبلی فقط داشتی صحبت میکردی. هفته قطعیه 8 صحبت. ببین اول فاز این چالش گرفتی خب بدترش کرد که تو توقع داری روحام شماره 6 تو روز معارفه مثلا چون یک و دو رو فیلینگ شهروندی گرفته گفته با دیلش موافقم همونجا باید برسه به شهروندی 4. اینکه به 4 تارگت نزدی تو حرفت مشکلت اینه که این فقط دیالوگی که 4 شهرونده رو نگفته و تارگت بهش نزدی دیگه. اول فاز به نظرم میتونه مافیا باشه به چرخه. من صحبت بکنم. ببینید دوستان شماره 4 شماره 6 اینا جفتی از شهروندی یه ادی رسیدن به مافیا یکی دیگه تو ترن معارفه. جاره میگه فکتاتو نمیدونم پیا در مورد فکت من صحبت نمیکنه. میگه من فیلینگ شهروندی گرفتم از یک و دو به تو تارگت میزنم. یعنی تو رسما تو روز معارفه از شهروندی دو نفر رسیدی به مافیا من. جاره مشکوکه. جاره مشکوکه بازی هستش. علی جوادی با دوباره صحبت بکنه. علی جوادی یکم صحبتات خیلی درهم بود من نفهمیدم. شماره 9 خیلی در هم بود من نفهمیدم. نه تو واضح صحبت کردی دادش علی جوادی یه بار گفت 6 یه بار گفت 7 یه بار گفت 8 این و اون بعد من نفهمیدم حقیقتا با طرف صحبتش کیه در مورد کی داره صحبت میکنه. مرسی. یه بار دیگه صحبت بکنم فهمم چی داری میگی. چالش روحان بعد من صحبت کن. آیا شماره 2 و 3 اگه شهروندی بیخیال منشی چون من خودم هم الان 9 و 10 حس میکنم بینشون باید مافیا باشه. چون علی جوادی موقعی که من داشتم راجع به قبلی هم صحبت میکردم یه دیسلایکی دادی بالاخره باید یه چیزی میگفتی. 3 رو تو شهروند داری 2 رو مثلا چی داری کجای حرفم مخالف بود. بعد تو داری آیا شماره 2 میگی زبون من شدی بلافاصله شماره 10 زبون شماره 9 شده تو معارفه داره دقیقاً همون فاکتور. اصلا خود علی جوادی اظهار نظر نکرده راجع به 1 2 3 4 این داره میگه که این یه دیسلایک داد انتظار داره من از اون دیسلایکه که علی جوادی داده به من به قطعی مافیا علی جوادی بزنم تا دیسلایکش رو دادم بهش تارگت بزنم. به نظر من بین 9 و 10 باید مافیا باشه. دو سه اگه شهروندید منو بخیارش. چون من چالش داشتم
ببین من الان فکر کنم دو نفر به این نکته اشاره کردن که من یکو شهروند کردم، من اصلا راجبه یک صحبت نکردم. بچه اینا اگه تو زنتون بریزیم بیرون ها. من بعد پاشا تو میگی حامده از دو حس شهروند گرفته، ولی من گفتم دیلش دیل شهروندی، من ازش حسی نگرفتم. تو چجور با دو تا فکت متفاوت ما دوتا رو با هم داری میکوبی؟ پاشا تو مشکلی من علی جوادی هم فکرم شماره ها رو اشتباهی بیدار شما اصلا قاطی میکنم. چالش پاشا بعد از من صحبت کن. ببین شماره یک، تو برای آینده بازی روز معرفت فقط اینه که من شهروند رو تارگت بک کردی دیگه، پس تو که قطعی مافیایی. تو روز یکم فرار روز معرفه فرار از مایک داشتی، الان هم داری به من شهروند کتاب باز نشون میدی، تو که مافیایی. شماره یه چهار، من تایمم تموم شد، نمیدونستم راوی داره تایم میگیره برای این بازی، متوجهی؟ اینجا قبلا هر کی هر چی تو معرفه میخواسته میگفته. من تو رو مدام دارم یک و چهار نشون میدم، تو منو ایگنور کردی، اصلا حاضر نیستی حتی اسم منم بیاری به من بگی آقا من شهروندم. با همون دیالوگی که با دو و سه کردی میتونستی با منم بکنی دیگه. من این همه چهار نشون دادم، این همه به هشته هم گفتم یک و چهار، یک و چهار. بچه ها من یک و چهار خیلی مافیا دارم، خیلی مافیا دارم. امروزم تا قبل از من هفت تالت خورده، ولی یک و چهار اصلا بازی روشون نچرخید. من یک متشکرم. ببین من صحبت بکنم. روحان اصل مطلب که یکیه، تو چرا اصل مطلب رو نگاه نمی کنی؟ اصل مطلب اینه که تو از شهروند یکی رسیدی به مافیا یکی دیگه تو ترم معارفه. این کار فقط کار مافیاییه، ذهنیت یک ذهنیت مافیایی. چه برسه بخوای تو بگی دیل شهروندی داشته، این چه برسه این که بگی فلینگ شهروند گرفتم. اصل حرفت اینه که این شهرونده، تو به شهرونده من تارگت زدم، تو اینو داری میگی. مرسی. ببین یه شماره هفتی سر صحبت چالش گرفت، گفت فقط هشت تو این بازی مافیه. از شماره هشت از شماره سه یه چالش گرفت یا چهار، گفت فقط هفت تو این بازی مافیه. بازیه این دعوت هیچ گونه دنده ای نخورد، پس بین هفت و هشت قطعه به یقین تو این بازی مافیه بازی نشسته. شماره چهار ببین چی میگه، شماره چهار بازی معتقد بوده سه تو این بازی میتونه مشکوک باشه، یه هفته هم قطعی مافیه. امروز چالش گرفته میگه بین 9 و 10 تو این بازی مافیه. سوختی دادش. پاشا من چالشمو دادم. ببین راجب پاشا که صحبت کردم، پاشا اصل حرف چی؟ من میگم تو دو تا فکت متفاوت داری منو میزنی، یعنی من حامد و منو داری میزنی. خب و تو حاجی من اتهام زدم، چرا ریج میکنی؟ اگه شهروندی منم شهروندم دیالوگ. اول فر چه خورده یه سمی بود از من گرفتی حاجی؟ تو انتظار داری که من به خاطر اینکه دوه رو دیلش و شهروندی دیدم تو روز معارفه، به چاری که هم نظر من بوده حس شهروندی از دو گرفته، بگم چارم شهروند داشت، من واسه چی باید چارا رو شهروند کنم؟ حالا تو خیلی مشکوکی پاشا، تو مشکوکی. علی جوادی هم صحبت نمی کنه. علی تو بازی به نظر میتونی در بیاری؟ چرا این سکوتت خیلی مشکوکی واسه؟ چالش یک بعد من صحبت کن. خب علی جوادی تو رو تارگت زدیم، چه انتظار داری علی جوادی الان بازی تو رو در تو رو میخواد؟ و تو هم کل ترنت داری یه پاشا توضیح میدی، بعد آخر سر میگی پاشا تو برای مافیایی. و شماره یه دو، تو دیروز میگی شماره چهار حامد، تو خیلی زود زبون من شدی. و شماره شیش مگه زبون تو نشد؟ تو پاشا گیر داد این دیالوگای حامد بود. شماره شیش دیالوگش این دیالوگای حامد بود. تو چهار حامد رو میبینی شیش رو نمیبینی. بعد آقای جوادی شما دیروز گفتی تو به شماره دو رو کاور کردی، مثلا هیچ جایی صحبتم شماره دو رو کاور نکردی، منظورت نبودم، یعنی شاید شماره ها رو اشتباه کردی. چالشت صحبت کرده بود؟ چالش من میدم. من چالش بشم. ببین بچه ها، یک شماره پنج دیروز بازی رو کلن نوار خالی تو پر کرده، یک تا چهار رو یک چیزی ازشون گرفته، خاطر جبه یک صحبت کنه نتونسته. امروز بازی معتقده من فقط تارگت بک زدم، در حالی که شیشه رو اصلا باش به من راجب من صحبت نکرد. شیشه رو هم زدم، دو نفر دیگر هم زدم. امروز بازی هم فقط مافیاش بین یک تا چهاره، یک و چهاره، یعنی از نفرات بعد خودت مایک 14-15 بازی هیچ چیزی نداری. پنج بار چالش من بدم به شماره دو بعد از من صحبت کن. مهتی
خانه بختیاری تو باید معارفه یک و چهار نشون دادی، فکتایی که میاری واسه امروز هم تو معارفه واسه چی اینا رو نشون دادی؟ بعد فکتی که مثلا پاشی ازش رفته بود بگی فرار از مایک به تو 30 ثانیه نتونستی بگی، بعد الان که تو یک و چهار رو دروردی اونور پاشا داره به روحام شماره 6 تارگت میزنه چرا لایک میدی؟ تو قطعی مافیا دو تا بالا دروردی، دیدم روحام که صحبت نکردی، روحام که اونجا بین تو و پاشا حرف جدیدی نزده لایک میدی. به نظر من خان بختیاری احتمال بالا وافیا حسینی من میتونم بهت رای میدم. ابوالفضل من یارم نمیاد شماره 9 به شماره 6 تارگت زده بود تو روز معارفه که میگی به تو تارگت زده، الان چرا منتظر چیزشی؟ به 5 زد، به 7 زد، به 8 زد تا جایی که من یادمه. تو هم مشکوکی آقا، یه لحظه گوش کن، یه شماره 10 هست روز معارفه گفته 4 7 8 با هم تو بازی مافیان. امروز چی شده که الان تو چالش گرفتی دوباره به نتیجه سریسی بین 7 8 حتما مافیا؟ چرا انقدر دور به نتیجه رسیدی؟ شماره 9 هنوز صحبت خودش نکرد، تو زبون شماره 9 شدی به ما تارگت می‌زنی که برای چی؟ چاره به تو گفته بین من و بین تو و 9 تو بازی مافیا است؟ تو از کجا می‌دونی 9 تو بازی مافیا نیست؟ چرا الان صحبت کردی توپقی زدی تو من مافیا بازی ام؟ 10 که به نظر من خیلی تو این بازی مشکوک. شماره 5 تو روز معارفه گفتی 1 و 4 تو این بازی. یلا چالش من بده شماره 10. من چالش میدم به آقای شماره 4. آقای شماره 4 صحبت کن، چالش میدم. قاعدتا باید نیکس بدم چون چالش نمیخواستم من، ولی الان مشکوکم. من الان ذهنم با 1 و 2 خیلی همسوه. چون رو درداری میخندی، تو 3 تا تارگت زدی امروز هم بلند شدی همونا رو داری میزنیم که 4 قطعی مافیاس بین 7 و 8 هم مافیا دارن. 4 برای چی مافیاس؟ 4 برای چی مافیاس؟ مثلا فکتایی که داری میاری روز معارفه اونجوری اوورک نشون نده، اصلا نمیتونم از صحبت کنم، اصلا یه چیز عجیب. من نه به پاشا قطعی گفتم مافیا، نه به 2 قطعی گفتم شهروند، چون خانه بختیاری ایرادی که داره از من میگیره میگه 1 و 4 رو نشون داد، اصلا تاثیر شما رو من فریز بود، اصلا من ندیدمت به خاطر این ایگنورت کرده بودم، مثلا راجع به صحبت نمیکردم. مرسی. میخوای ساید من در بیاری با 10 در بیاری. مرسی. ببین شماره 4 چرا چالش نمیخوای؟ قربونت دارم اینجا 7 و 6 و 8 هر کدوم به 5 تارگت میزدن داشتی 0 لایک میدادی. چالش بهت دادم فکتای مافیاتو بیاری دیگه، برای چی چالش نمیخوای تو بازی؟ ببین آقای شماره 2 به نظر 10 مافیاه، به 10 بخوای بگی مافیا باید بگی باز تو 7 و 8 مافیا هست دیگه. 10 از کانال مافیای بین 7 و 8 هفته 4 رو اتهام زده، گفته بین 7 و 8 یه دونه مافیا نشسته بعدش هفته به 4 تارگت زده. تو به نظر 4 شهرونده، 7 و 8 دارن به من میگه تارگت صفر نمیزنن، خودشون هم با 10 کاری ندارن، رفتن دارن 5 رو اتهام میزنن. میخواید ساید من در بیاد، این شماره 8 رو امروز سیف رای بدید از بازی بره بیرون، بخونه یه دونه مافیا ساید من تو بازی در بیاد. شماره 8 رو که فقط داری به 7 میگی مشکوک، به یکی دیگه داری اتهام میزنی به طوری که رفته 4 رو تارگت زده. 10 واسط شوخیه تو بازی، 10 گفته تو مافیایی، 7 مافیاس بین شما مافیا باشه، 4 هم مافیاس که داره با تو امروز 5 میکوبه. چجوری راجع به 10 اعلام موزه نمیکنی؟ 8 رو بدید. خب صحبت من که تمام شد، مشکل من همینه. اما شماره 7 هم همین عمل کرد و نسبت به 10 داشته. شماره 10 قبل از اینکه شماره 7 صحبت کنه تو بازی گفته بین 8 تو بازی، بین 7 8 تو بازی مافیا هست. شماره 7 اصلا جاهای دیگه میزنه. نمیدونم 4 مافیاست، ایکس مافیاست، دیوار مافیاست. من حقیقتشو بخواید بچا چینی که روز 1 دارم، من این شکلی بازی 5 7 9 5 7 10 به نظر من تو بازی مافیا. من فعلا این ستاره مافیا. مرسی. آقای شماره 2 مغز خر خوردم، چالش گرفتم حتی گفتم بین 7 8 یکی از یارام تو این بازی مافیا نشسته، بعد یارام هم با من کاری نداره. تو که خیلی خوبی داشت نکست لول داری میزنی تو این بازی. 7 که قطعه به یقین مافیا بازی داداش، من دو تا چالش گرفتم به تو دارم تارگت میزنم، با من که کاری نداری. 4 بازی هم که داش نکست میدادی بهتر بود به نظر من، خیلی شو شدی تو این بازی. ساید من میخواد، ساید من میخواد بریم بازی درندی، خب با من ساید بگیرید. امروز منو 4 بیارید بالا، اصلا مثلا مسئله نیست. امروز منو 4 بیت بالا، استاد داره به مافیا 5 هم لایک میده، هیچ کاری هم باش نداره، یه نکست میده فقط. تو نکست میدادی به نظر من، برو بیرون. من فقط با 4 ساید میگیرم امروز بازی. بچرخ. متشکرم. صحبت دوستان رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. خان یه ذره اینترنتت لگ داره، زودتر رأی بده. من وقتی شماره 1 رو گفتم بعدش میخوام برای 2 بگیرم، اگه میخوای به 2 رأی بدی زودتر رأی بده. جهت رأی گیری از شماره 1 به سمت شماره 10، 10 نفر تو بازی هستید، 4 رأی دفاع، 4 رأی خروج. رأی گیری میکنم برای شماره 1 آرین، 1 2 3 فریز 1 رأی. شماره 2 مهدی، 1 2 3 فریز 1 رأی. شماره 3 پاشا، 1 2 3 فریز 1 رأی. شماره 4 حامد، 1 2 3 فریز 4 رأی. شماره 5 خان، 1
دو سه فریز دو رای. شماره 6 روحام 1 2 3 فریز دو رای. شماره 7 ابوالفضل 1 2 3 فریز 4 رای. شماره 8 آریا 1 2 3 فریز 3 رای. شماره 9 علی 1 2 3 فریز 4 رای. شماره 10 محمد رضا 1 2 3 فریز 1 رای. 1 2 3 دوست از خودشون دفاع میکنن. شماره های 4 ببخش دایی نگستایی میکنم فکر کنم شماره 9 فریز هم آه تست رای گیری هم فکر میکنم فریز بوده اصلا. آره افتادن بیرون. آیا علی موقعی رای گیری فریز بودید؟ حالا من دیگه مجدد نمیتونم تکرار بکنم رای گیری رو، ولی بر اساس من زودتر متوجه نشدم. بر اساس رای گیری که دیدیم شماره 4 7 و 9 توی دفاعیه هستن. یه لحظه اجازه بدید بچه ها، اکت از همین الان قفله. به ترتیبی که خوندم از خودتون دفاع میکنید. اول آقای حامد 40 ثانیه. من صحبت کنم آقای پاشا؟ دو دفعه سعی دارم میاد میگم تو روز معارفه هم گفتم نمیخوام بهت محکم بزنم بازی تو خراب نکنم، الان من به تو رأی ندادم تو به من رأی دادی، با رأی تو من اومدم تو دفاع. بین 5 و 10 که قطعی مافیا هست، تو داری با اینا داری بازی میکنی به من رأی میدی، ولی الان اگه بخوای به من رأی بدی من برم بیرون فقط تو رو وصیت میکنم. من به علی جوادی فقط به این خاطر این رأی دادم که به هشته رأی نده، گفت ساید من با اون در میاد، بعد فهمیدم فریز بوده دیگه، الان من با اونم کاری ندارم فعلا. ولی بین 5 و 10 قطعی مافیا هست، پنجه هیچی نداره تو بازی، فقط سر اینکه من بهش تارگت نزدم خودگیرش روشنه، چون 1 و 4 رو داشته نشون میداد من بعد بهش تارگت میزدم، من گفتم مثلا تاثیرت فریز بوده، الان فقط دوباره منو داره الان به من رأی داده. به من کسی اصلا کسی به من داری تارگت میزنی؟ 1 و 2 تقریبا مسیرشون با من یکیه، 1 و 2 تقریبا مسیرشون با من یکی، اون دوتا نشستن با 0 رأی یه رأی نشستن، من اومدم اینجا تو دفاعیه، به من اصلا رأی نمیدید امروزا. متشکرم. ابوالفضل صحبت کن. آقا مگه الان 6 تارگت نخورد، 8 تارگت نخورد، 2 تارگت نخورد؟ چرا من نتونستم زورم نرسید یه دونهشونو بیارم داخل دفاعیه؟ چرا من زورم نمیرسید یه دونه از اینا رو بیارم داخل دفاعیه؟ چلاقم مافیا، چلاقم رو نمیتونم بیارم داخل دفاعیه. 3 تا تارگت زدم. 3 تا تارگت هیچ کدوم همشون یه رای دو رای بود. فکتایی هم که دارم میارم فکتای برای دیه. شماره 2 اومده میگه شماره 4 عامل. تو زبون من زود زبون من شدی ولی به روحام گیر نمیده. بعد هم روحان به من رأی میده، هم آریا فکر کنم مهدی هم به من رأی داد. شماره 2 من تو اینکه الان داخل دفاع هستم من به کسی نکنم رأی بدم. این دو تا فعلا مافیا من صدا تارگت دارم، هیچ کدومشون نیومدن بالا و دو نفر دیگه اومدن بالا. من ای من رو می‌خواستی بیاد داخل دفاع بعد شماره 2 رو می آوردی، شماره 6 رو می آوردی، شماره 8 رو می آوردی. مرسی. آقای جوادی بفهم. من رأی گیری رو از دست دادم بعد از شماره 4. رأی یکای خودم میتونم بدونم کیا بودن؟ الان موقع دفاع نمیتونن اکت بدن. آیا حامد شما 4 و 8 که احتمالا رأی دادن؟ میدونم شماره 7 رو من رأی دادی؟ عجیبه. خب من وقتی رأیامو ندونم که نمیتونم الان دفاع کنم. ببین یه شماره 10 دیروز بعد از من گفته تارگت های منو ترن معرفه زده. سر صحبت به من گفتید مشکوک، چالش گرفته، گفته منم همون حرفای علی جوادی رو زدم، چرا به من نمیگید مافیا؟ پس مشخصا مسیرتون 10 بوده، نرفتید 10 رو تارگت کنید. حالا این 10 امروز خودش رفته مستقلا با یکی دیگه ساید گرفته، با اینکه به من گفته شهروند تو هفته هشتم دنبال مافیا نگشته. پس میتونید ساید 10 امروز باز کنید، منو 8 رو بیارید بازپرسی، منو با این 8 بیارید بازپرسی، براتون بکنمش بیرون به خونه مافیا. چون به نظرم هر کی تو دک مافیا باشه 8 مافیا هستن، چجوری به 8 رأی ندادید؟ مرسی. عجیب غریبه. متشکرم. سه دوست داخل دفاعی هستید. آقای حامد اکت نشون دادن حق رأیشون گرفته شد، بقیه حق رأیشون آزاده. رأی گیری میکنم برای شماره 4 حامد 1 2 3 فریز 2 رأی. شماره 3 رأی، حالا ملایا جوابی رو حساب کن. شماره 7 ابوالفضل 1 2 3 فریز بینگو. شماره 9 علی 1 2 3 فریز دو رای. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. اول محقق و شیاد پی وی به من اکت میدن. گروه مافیا تو این فاصله فرصت مشورت داره، وقتی صداش کردم سریع به من اکت میده، فاز شب طولانی نشه. کی چای
چای میخوره؟ واقعا هیچ چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. گروه مافیا دیگه چت نباشه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. در شب گذشته خداحافظی کردیم با هیچ کس. طبق استاندارد بازی درخواست اعلام وضعیت رأی نمیاره و اما بازپرسی تعلق میگیره به سیت شماره 10 محمد رضا و سیت شماره 5 خان. هر کدوم 30 ثانیه فرصت دارید از خودتون دفاع بکنید. آقای محمد رضا اول نوبت شماست، طبق جهت گردش صحبت. ببین من که قطعی شهروندم تو این بازی، یه رأی یک داشتم دیروز بازی شماره 2 بازی بوده. فکر کنم با نقش مافیا نتونستم مثلا شماره 4 شهروندی رو دیروز پوش کنم. خود شماره 4 بازی اومده بالا تو دفاعیه، میگه من باش ساد گرفتم، میگه بین 5 و 10 تو این بازی مافیا من، ولی 3 تو به من رأی بدی من تو رو وصیت میکنم، بعد دوباره برمیگره میگه 5 و 10. از نظر من 4 قطعه به یقین تو این بازی مافیا بازیه. آقای شماره 1، تو کل برنده این بازی فقط این بوده که 3 تا تارگت بک کردی، یه رأی خروج دادی به علی جوادی، راجعش هم که صحبتی هم نکردی. خیلی عجیبه منم تو باز پرسیم. خان ببین بچه ها، اگر ما این بازی رو شهروند ببازه، ما این بازی رو ببازیم که به این بازپرس بازی باختیم. ما دو نفرمون رأی فرش دادیم به شماره 4. پس نشون میده که اینجای بازی من به بازپرس قول میدم آقا من بازی رو به تو میبازم، من با 4 دیگه کار ندارم. من شهروند یه رأی دادم به شماره 8، دیروز آورده 3 رأی علی جوادی، حالا با علی جوادی مجهول فریز بوده نتونسته رأی بده. چجوری مافیا نیومده 8 رو بده بالا بده بیرون؟ بعد در هشتی که قطعی مافیاست، یکی هم قطعی مافیاست. من باز پرس فکر میکنم دو طرف شهروندیم. متشکرم. آقای محمد رضا دور دوم صحبتید. این مافیا از نظر من بین 1، 2، 4، 7 و 8 در میاد، بقیه به نظر من شهروندی. خیلی عجیبه یه شماره 2 دیروز برایندش این بوده که 10 مافیا این بازیه، چون به هفته تارگت زد، هفته بهش تارگت نزد. خب شماره 2 هفته مافیا تو دفاعیه بوده، چرا رأی ندادی بهش؟ بی من دارم به 5 نفر تارگت میزنم توی بازپرسی هم هستم. پس من قطعی شهروندم. به من کسی رأی نمیده. من پنجرم نمیدونم چی. الان داره به من میگه شهروند، من نمیدونم پنجه چیه. خیلی عجیب بود الان 4 دند عقب گرفت شماره 5 بود. ولی من نمیدونم پنجه چیه. به نظر من به من که رأی ندید. ببین شماره 10، من با فکت بازی و جریان فکری خودم و خودت که شبیه همه دارم به تو میگم شهروند. تو زور نداشتی با من شهروند توی مافیا با فکتی که من به 4 رأی دادم مافیا کجا بوده به 4 رأی بده؟ ولی روند بازپرسی داره میگه منو تویی که رأی فرش دادیم با رأی تأخیری علی جوادی، منو تو رأی فرش دادیم به 4 اومدیم تو بازپرسی. و من دیگه چیکار باید بکنم اگر 4 مافیاست که نوش جونش دیگه باید بازی رو ببره تو کیاس. من حتی 4 نمیتونم وصیت هم بکنم. اگر این 4 مافیا باشه قطعی بازی رو باختیم رو بازپرس. متشکرم. 8 مافیای قطعی منم به من میتونن رأی بدن. متشکرم. بچه‌ها تصاویرتون رو ببندید. بازپرس اگر میخواد ملغا بکنه یا اگر میخواد ادامه بده توی پی وی به من بگه. دوستان روز میشه.
بازپرسی ادامه پیدا میکنه. شماره 10، شماره 5 دستتون رو اینجوری نگه دارید، رأیای خودتون رو بشمارید. آیه علی، به کی رأی میدی؟ بین این دوتا من رأی میدم 10. 10 یک رأی. آریا 5 یک رأی. ابوالفضل 10 دو رأی. روحام 5 دو رأی. حامد 10 سه رأی. پاشا 10 4 رأی. مهدی 10. 10 5 رأی. آرین 10. 10 6 رأی. وصیت. موافقه گرفته بودین؟ آره، دیروز با یه رأی نشستم، با یه 4 سایت گرفتم، با اسپورسی با 6 تا. شماره 1 5 مگه مافیات نبود بهش تارگت بک می‌کردی؟ به نو هم که رأی خروج دادی، نو هم که به من رأی داده بود، یکی که سیف تو این بازی مافیا. یکو که می‌کنید بیرون تو این بازی. شماره 2 خیلی خوب نکست لول زدی تو این بازی. شماره 4 من میذارم که بازپرسی تو این بازی. یعنی خیلی عمل حال بعد بازی با هم صحبت می‌کنیم. ببین 1 2 7 8 از اینا مافیا در میاد، یکو سیف بکنید بیرون. یک سیف تو این بازی مافیا. برایندش دیروز بازی بوده 3 5 6 بازی مافیا بازیان به نوه رأی خروج داده، 5 تو بازپرسی بوده به من رأی خروج داده. دو صدام داشته فکر می‌کرده، مثلا مافیاش تو دفاعیه بوده به من رأی داده. بعدم باز من رأی 5 تا رأی آورده بودم، طرف 3 تا رأی بود. یکو که سیف می‌کنید بیرون تو این بازی، بین 2 7 و 8 هم می‌گردید مافیا بعدش پیدا می‌کنید. شماره 2 بازی معتقد بوده من مافیا بازیام، بلند شدم گفتم 7 قطع به یقین مافیا بازی، بین 7 تا 8 تو این بازی مافیا در میاد، بلند شده میگه 7 و 10 تو این بازی مافیا. هفته ما پیشم تو دفاعی بوده رأی خروج هم بهش نداده. باری کلا تصویرتون رو ببندید، تصویرتون رو ببندید. سایت شهروند، جهت صحبت از شماره 9 به سمت شماره 1 بفهمید. بله چالشم حتما برای آقای شماره 1 بفهم. من اگه به 5 رأی میدادم که جفتشون تو بازی میموندن، من باید قطعا سایت علی جوادی که دیروز بهش رأی 2 دادم و در بیارم. خب من با این به این فکر کردم دقیقا. خب من قطعا با استاد علی جوادی که در ور آقا من دیروز علی جوادی رأی 2 دادم دیگه، مگه علی جوادی رأی اولو به 10 نداده؟ مگه دیروز معتقد نبودم من علی جوادی مافیاست؟ من باید استاد علی جوادی رو در بیارم. علی جوادی مافیاست، 5م مافیاست. استاد خسته نباشید، بازی خوبی داشتی به نظرم. شماره 1 رو که امروز خیال راحت بکنید بیرون. من که دیروز تو درباره گفتم 10 به نظرم شهرونده مشخصه. وقتی با 10 و 5 اومدم تو دفاع یک جفتشون با من رأی دادم به 4، باید به یکیشون رأی بدم. برای چی به من رأی دادی؟ تو برای چی به من دیروز رأی دادی؟ برای چی دیروز به من رأی دو دادی؟ ببین بین 4 و 2 که یه دونه بازپرس هست، من شهروندم، 6 شهرونده، 3 شهرونده، اوکی اینا رو همه رو بذار کنار. پس تو این 4 تا 5 تا 3 بیشتر از یه مافیا که نمیتونید پیدا کنید. پس بین 8 7 5 1 پر مافیاست. یه دونه امروز تو 9 نفر رأی میدید شماره 1 میره، تک وصیت اون شهرونده بوده، ساید منم با 1 دارم. فقط رأی میدید یک از بازی میره بیرون، به هیچ کی دیگه رأی نمیدید تو بازی. ول کنید جریان بازی. اینکه 4 شهروند بوده تو رأی دوش باید مافیا باشه، یا اینکه 4 مافیا از شهروند بهش رأی داده، نمیذارم روی جور چیزا پارو بزنه. امروز یا میگید من مافیام یا میگید یک مافیاست، جای دیگه نمیرید پارو. متشکرم. اطلاق نقش مثبت به افراد زنده داخل بازی نداریم. یه تذکر آیا آریا بفهم. چالش برای مهدی شماره 2 بعد از من صحبت کمیتی. آقای دقیقه گوش بده، خان چجوری به خان رأی ندین شما؟ خان معتقده خودش شهرونده، علی جوادی هم که شهروند داره، دیروز من مافیاشو گردن گرفته، دهرم که شهروند داره، تو چجوری به شهروندی 4 رسیدی؟ یعنی یه دونه مافیا دست بلند نکره 4 شهروند تو از بازی بره بیرون؟ سه تا شهروند رأی دادیم به اونجا، سه تا مافیا هم خارج دایره رأی گیری بودن، هیچ دخالتی تو رأی گیری نکردن. من همچنان 5 مشکوک دارم بچا. علی جوادی هم میتونه یارش باشه. تو دیروز علی جوادی میتونستی به 5 رأی بدی، امروز میتونستی 5 رأی بدی ساید ما، من مشخص بشه من راحت با 7 رأی بکنی بیرون. چرا به 10 رأی دادی؟ مگه نگفته بودی 10 شهروند تو فک شهروند واسه 5 نذاشتی به 10 رأی دادی؟ که به نظر من که 59 هم مافیا.
ببین آیه شماره 8 تو امروز این شماره 1 رو می‌بینید، تمام فکت فشار فکتیش رو شماره 5 بوده، رأی 2 شو کشیده واسه شماره 10. تو الان برای چی نمیگی 1 یار 5 میتونه باشه؟ ما 5 فز مافیت نداریم. خب بگی 1 یارش بوده که رأی نداره، رفته رأی داده به شهروند. چرا الان به 1 تارگت نمیزنی تو بازی؟ بعد تو دیروز رأی خروج دادی به علی جوادی، الان داره 5 صحبت می‌کنی. 5 رو من دیگه کنسش خوردم، دیگه نمیذارم بهش تارگت بخوره. تو میدونی به نظرم 1 و 8 با هم میتونن یار بشن، 1 امروز خروجی باشه. چالش ببین داداش، من تو بازپرسی که تو بعد من قرار رأی بدی باید میفهمیدم تو میخوای رأی بدی به 5. چی میگی؟ خوابم، من بیدارم، یکی منو بیدار کنه از خواب. دو نفر با من دیروز رأی دادم به یکی، من سر صحبت بازپرسی بودم، حس کردم دهه نمیره، رأی دادم به دهه، فکر نمیکردم دهو بکنید بیرون. فقط امروز رأی میدید شماره 1 از بازی میره بیرون، اصلا اهمیتی نداره. ببین یه دهی شهروند بوده، این یکه کل برایند معارفش این بوده که 6 8 10 به نظرم مافیا. مرسی. سر صحبت رفته با سه دیالوگ کرده، هیچ تارگت نداشته، یه رأی دو به من داده، رأی بدید 1 از بازی بیرون. یاکم شماره 1 تو الان یه دروغ ورده بازی کردی، رأی تو اصلا هیچ تأثیری نداشت، اونم هم فکر کردی سرش، رأی هیچ تأثیری داخل رأی گیری نداره، فقط سرش فکر کردی واسه برات فکت بسازی درن. الان لایک میدی یارو؟ به نظر من 1 مافیاست، 8 مافیاست. بعد یا که شما 1 تو من شماره 5 رو مافیا نداشتی، خب باز شماره 5 رو میدادی بیرون دیگه، ساید خودتو در میآوردی، چون میخواستی ساید علی جوادی رو در بیاری، نمیخوای ساید خودت در بیاد داخل بازی، یارت بیاره بیرون، خودت سیف بشی داخل بازی شهروند. شماره 1 امروز از بازی خروج پیدا. من شماره 2 رو هم دارم ها، یه تارگت ریسک فقط میزنه به 1 بعد 1 و 8 شد میکنه. حالا رای 2 هم میدی شماره 2 به 1؟ شماره 1 صحبت کنم. بچه ها ببین، شما منو بزنید تو پوزیشن مافیایی، مگه معتقد نیستید تأثیری نداشت؟ خب من اشتباه شمار 1 لحظه اشتباه شمردم، تو ذهنم حساب کتاب اشتباه کردم تحت فشار. اگر که معتقد بودم که تأثیری نداره که یه رأی میکشتم به تارگت هم دیگه، میدونستم اگه مافیامون شهرونده چرا بیام خودم اینجوری شکنم. آیلی جوادی اگه به من چالش میدادی، شما بلند شدی به چاره اجباری چالش دادی که فکتای 5 رو بیاره، پس از این چالشت باید راجع به 5 اظهار نظر میکردی که هیچی نگفتی. 5 مافیا، 9 مافیا. بچه الان خیلی داستان واسه من مشکوکه، یه نفر رفته بیرون 6 تا رأی آوردش خونده شهروند، از 6 تا رأی بازپرسیش الان فقط یکی داره اتهام میخوره، همه دارین اجماع میکنین برای یکی. پاشا تو حرف نزن حاجی، تنها دلیلی که من به تو اتهام نمیزنم اینه که یکی، یه نفر اینجا داره تو رو شهر میکنه. بچه یک امکان نداره من بذارم تک دفاع بیاد بالا، قطعا باید یه نفر کنارش بیاد بالا. یک بلنش یه نفر رو به نظرم، یه نفر که به نظرت میتونه مافیا باشه رو بگو، چون نمیدونم، تک دفاع نباید بیاد کسی بالا. نمیدونم. مرسی. 5-4 تو بده من لطفا. خان صحبت کن، بذار آریا صحبت کنه بعد از من، فکر به بعدی ها چالش بگیم. نه بذار آریا، بذار آریا منو بکوه، آریا مافیا گرفته، دلم نمیخواد لال از دنیا بره. بچه ببینید، هشته که قطعی مافیاست، هشته اون فکتش رو علی جوادی آورده. علی جوادی چرا منو تو تیم شهروندیت نداری؟ تو 1 رو مافیا داری، مافیای روز معارفه تا الان منه. 8 رو داری، 8 رو من رأی دادم بهش، بازی رو بستم روی 1-4-8 که 4 رو اون آدزه رو براش گذاشتم، الان پریدم روی 1-8. من دیوانم یارامو بکوبم بعد تو منو میذاری لای مافیات؟ این نکته رو بچه ها داشته باشید. اگر من نبودم علی جوادی، این دیالوگش خیلی مشکوک بود، اصلا نباید منو چین میکردی با 1-8، یعنی برات مشکوک باشه. 1-8 قطعی مافیان. اگر شماره 6 میخوای تنها نیاد بالا، بین اینایی که حرف زدن و چالش گرفتن باید تارگت معرفی کنی. مرسی. مگه میشه تو حالا از یکی بپرسی یک کیو باد بیاریم بالا؟ مرسی. تو بینشون کیو مافیا داری که میخوان اونو تک تارگت بیارن بالا؟ 1-8 داداش تو اصلا میتونی واسه 1-8 چین تعریف بکنی به علی جوادی که نمیزنی؟ علی جوادی
دیروز مافیای تو رو گردن گرفته، الان واسه چی داری بهش پس میگی مشکوک؟ براشم من با 8 مافیا، من با یک مافیام، یار سوممون کیه؟ الان ابوالفضل داره میزنه، تو که داری میزنی. روحان فقط داره لب میکشه که روحان علی جوادی تو گفته شهرونده. 4 هم که شهروندیش رسیدی، 3 و 2 هم که قراره با اینا بازی کنه، 1 و 8 رو بیاره بالا. یار سوم ما کی میشه؟ یه دقیقه گوش بده. ابوالفضل تو چرا تو گفتی مشکوک؟ تو فقط مافیای تو رو تارگت کرده. اصلا تو چی بود اونجا رفتی یو خیر؟ آقا امروز فقط یکه میرا، همه دارن خودشونو کثیف میکنن وسط که فقط یکه نره. میدونن چه نمیذاری تک دفاع بیاد بالا؟ چرا نمیذاری؟ وسیعت شهرم بوده، این هم فکر داره داخل حوزی. تارگیتش الان شماره پنجه که دیروز هم داخل بازپورتی هم به شماره پنجه رای نداده. چه فکر شهروندی داره شماره یک؟ الان روحام داره نمیذارم تک دفاع بیاد بالا. چیو میخوایی بایرانش بیاد بالا؟ امروز فقط یک میره بیرون. آقا حقیقتا یه مقدار مشکوکه، الان هیچ کی به من تارگت نمیزنه، به شهروندی من رسیدید، ولی دهه که خونده شهروند ببینه 59 هم مافیا ندارید، همه دارن فقط یکو میزنن. این یکه تو داری میگی تارگتش 5 رو، مگه خودت نگفتی ابوالفضل تأثیری نداشته؟ مگه نگفتی تأثیری نداشته؟ خب چه فرقی میکرده؟ مگه نمیدونسته کدومشون شهروند کدوم مافیا؟ اگه مافیا باشه مگه نمیدونسته کدومه؟ خب رأی میداده به تارگت خودش دیگه. خودت گفتی تأثیری نداشته، برای چی داشتی فکر میکردی فعلا؟ اون گفت والله تو محاسباتم اشتباه کردم. پس الان برای چی داری گیر میدی که چرا به پنجره؟ خب به پنج رأی میداد که انقدر بهش تارگت نزنید دیگه. نمیدونم بین 59 باید مافیا باشه، یعنی سه تا شهروند به من رأی دادن من نرفتم بیرون، مافیا کجا بوده؟ پس بین 59 باید مافیا باشه. چالش میگم علی جوادی بعد از من صحبت، حرفتو درست چهار تا دست به دست نزن، دو دقیقه دست به دست نزن، حرفتو درسته بین 59 شاید تو مافیا باشه، کاری نداریم، ولی یکی میگه 59 با هم مافیان، نوه چالش داده به تو که یارشو پاشی تارگت کنی، تو اونجا نشستی یارش کسی تارگت نکرد، یکی دوتا تارگت کرده، نوه پاشته یه چالش داده به تو که تو پاشی یارشو شماره 50 رو تارگت کنی. این کجای ذهنه یک شهر اینجوری تولید میکنه؟ اصلا 59 نمیتونن توی سیاره با هم دیگه یار باشن، توی سرایی نمیتونن با هم دیگه یار باشن. یکی داشتی اینجوری داداش تو تنه قبل نوه می نگفتی دست آخر دست چالش داده به چهاره؟ من خودت نگفتی همینو و داده به چهاره که چهاره پاشه یارشو تارگت کنه؟ نو پلیر چین هر فقط یک میره بیرون تکتف. ببین شماره 4 من نمیدونم تو میخوای سرمون رو در بیاری تو بازی یا واقعا من شهروندی نمیدونم چیکار داری میکنی یا شاید امروز کارت شهروندی یکو واسطه نمیکنه برای اینکه به من اتهام بزنه، داره میگه تو شهروندی 5 مافیاست، پس اگه میخوای بین 5 و کسی دنبال مافیا بگردی فقط باید بگی بین 5 و 8 یه دونه مافیا نشسته. سیف ساید بازیتون برای فردا اگه من تو بازی نبودم بین 5 و 8 یه ساید خوشگل بگیرید، امکان نداره اینا دو تایی با هم دیگه شهروند باشن، یکو خلاصش کنید راحتش کنید بره. ببین استارت معارف شماره یکی بوده که من با یکی میخوام بیام بازپرسی، یکی میخوام بیرون، یه چالش دیروز روند بازی نگرفته یه رایدو به من داده، بدیدش بره بیرون، وصیت شهروندم رو شده. ببین چالش میدم به شماره 4، ببین شماره 4 صحبت ها منو خوب گوش کن، ببین یا 1 و 8 با هم تو بازی یارن یا 3 و 9 باید بگی یارن تو بازی، که الان مثلا 9 بیدلی 3 رو گذاشته تو تیم شهروندیش. خب دیروز شماره 1 تارگتاش بوده 5 و 6 تو ترنش این صحبتو کرده، یهو یه رأی 1 و 2 بیدلیل کشیده واسه شماره 9. تو مگه درباره شماره 9 یک بار صحبت کردی آیا آرین تو بازی که به شماره 9 تو بازی رأی دادی؟ این میشه استدلال مافیاییش. دیروز داشته 5 رو سوراخ میکرده، اصلا من میگم ما نفهمیده میخواسته مساوی کنه، تو اگر هم میخواستی مساوی کنه نباید مساوی میکرد، تو باید فقط فکر میکنی که به تارگتت شماره 5 رأی تو میدادی، شماره 6 دیروز شماره 1 گفته تو با 5 مافیایی، الان تو داری از اون دفاع میکنی واسه چی؟ اون مافیاش تو 5 بودی، الان داره میگه 59 با هم تو بازی مافیان، بعد تو میگی این شهرونده رایش نکشیده واسه پنجره، رایش کشیده واسه شماره 10. مرسی، خیلی ساده بلد کردم شماره 4 تو که مشخصه تو بازی شهروندی یا 1 و 8. حامد آقا خب درسته، اگه اینجوری بخوام من فکر بکنم، خب علی جوادی اگه بذاریم شهروند خب 5 میشه دیگه قطعی مافیا دیگه، ولی الان 1 داره خیلی تارگت. خب آقا یاکوزایی نداره این بازی، 1 رو بدیم 5 برشی تارگت نمیخوره امروز، 5 برای چی امروز تارگت نمیخوره؟ خب یکر یار فروختنیه دیگه، نمیدونم
من که خب وقتی مسیر روند مسیر بازی اشتباه بوده، امروز میتونم من باهاتون بازی کنم، تو 9 نفرم هستم، امروز باید خروجی داشته باشم، ولی من 5 رو قطعی مافیا دارم. چالشم برای 8 بعد از من صحبت کنم. ببین بچه ها، دارم برای شهروند بازی توضیح میدم. اگر رأی من بی تاثیر بوده، من تارگت اول و آخرم 5 بوده، رأی من چیدم زودش الان نیومده برای شما توضیح بدم. من علی جوادی بعد از اون تارگت زوری که به 4 خورون معتقد بود که لایکش برای مافیای 5 بالا بوده، ولی راجب 5 اظهار نظری نکرد. من 2 تا چالش از خودش و 10 خواستم، ندادن به من که من اینو برای توضیح بدم. پس باید رأی بدم وقتی توضیح ندادم. شهروند بازی به من رأی نمیده. بین این همه آدم الان فقط همتون دارین میگین یک. من اشتباه مرتباطی کردم، دیدم 5 برای من شوه، خواستم سایر رأی 2 که دیروز دادم رو در بیارم. حالا اگر میگید من مافیام، من رو بدید بیرون. اگر واقعا انقدر فکتاتون ضعیف. مرسی. ببین بچه ها، شماره 1 یه دونه رأی متناقض با دیروزش فقط داره. دیروز 5 تارگت داشته، امروز حالا فرض رو بر این بگیرین اشتباه محاسباتی کرده، سر اون 7 تا داره تارگت میخوره. خیلی عجیب غریبه بازی واسه من. روحام فکر میکنم تو شهرهای نسایده مختلف هم میان شهر. حاجی 5 رو باش بیار، اگر بخواد چیزی بیاره 5 رو بیار بالا. من 5 خیلی مافیا دارم. خیلی فکتش هم واضحه دیگه. اینا با 5 و 9 بعد به مافیا هم دیگه برسن دیگه. الان به شهروندی 4 رسیدن. دیروز با شهروندی رأی کشیدن زیرش. مرسی. صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. 9 نفر تو بازی هستید، 4 رأی دفاع، 4 رأی خروج. جهت رأی گیری از شماره 9 به سمت شماره 1. رأی گیری میکنم برای شماره 9 علی. 1 2 3 فریز، 1 رأی. شماره 8 آریا. 1 2 3 فریز، 2 رأی. شماره 7 ابوالفضل. 1 2 3 فریز، 1 رأی. شماره 6 روحام. 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 5 خان. 1 2 3 فریز، 4 رأی. شماره 4 حامد. 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 3 پاشا. 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 2 مهدی. 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 1 آرین. 1 2 3 فریز، 6 ره. 2 دوست از خودشون دفاع میکنن. شماره 5 خان، شماره 1 آرین. 1 نفر درباره خان. شماره 9 صحبت میکنه، 1 نفر درباره آرین. شماره 8 صحبت میکنه، اول علی بعد آریا. ببین آقا، واقعا نمیفهمم کدوماتون شهروندی دارید اذیت میکنید. این 8 رو چجوری نمیفهمید مافیای بازیه؟ 8 معتقد امروز 1 داره تارگت میخوره چون مسیر ذهنیش اشتباه بوده. فشاری که رو شماره 1 اومده از طرف من بوده، از طرف 3 بوده و 2 امروز بازی. میگه 5 مافیاست، باید تو رای دوهای 4 شهروند یه دونه مافیا باشه. نمیگه علی جوادی مافیاست، بین 3 و 2 یار داره. یعنی این 8 رو اگه واقعا نفهمیدید مافیاست، برید استراحت کنید. چه درای یک به 7 فر چی بود شمارش؟ 8 که قطعی مافیای بازی. اینو میآوردید تو دفاعتون اوتا سایدمو باش باز میکردم، از بازی میکردمش. ببین شماره 2 میدونی چرا من به 3 میگم؟ شهروند 3 دیروز رفتم تو اتهام زده، یک سر صحبت باش دیالوگ کرده، پس به 3 باید بگی شهروند. خودتم به نظرم شهروندی، من به 5 رای ندید. ای کاش 8 رو میآوردید تو دفاع، من سایدمو باز. آقا من نمیفهمم، تو همین امروز گفتی سایدمو با 1 میخوام باز بکنم، الان 1 اومده بالا دیگه. مافیای تو، مافیای منم شماره 5 اومده بالا، منم میخوام سایدمو با 5 باز بکنم. چطوره؟ بعد تو الان که 1 اومده میخوام که سایدمو با 8 باز بکنم. بچا فردا قول میدم 1 رو بکنید بیرون، دوباره فردا بخواد 8 تارگت بزنه. هم به نظرم چه 1 درسته، هم 5 مافیاس، هم 9 مافیاس. یارتون هم میتونه ابوالفضل باشه. ابوالفضل خیلی واضحه چرا مافیاس. برگشته میگه 1 و 8 با هم مافیان. آخر جملهش برمیگرده میگه مهدی شماره تو، حواسم به تو هم هست، تو هم مشکوکی. من نفر قبلش چاله شدم به مهدی، مهدی فقط 1 و 8 رو کوبیده. این الان واسه تو چرا مشکوک بوده ابوالفضل؟ مرسی. 5 رای بدیم بچا. بچه ها اکت از همین الان قفله. اول 5 خان صحبت میکنه، بعد 1 آرین صحبت میکنه. خان بفرمه. شماره 4 من عجیب میبینم تو رو، سر دیگ رفته بهت گفتم شاید آد گذاشتم شهروندی که میگی این 5 چرا تارگت نمیخوره. داداش من چه گناهی دارم؟ من به اون دهه هم گفتم شهرونده، بهش گفتم شهروند، رای ندید به شهروند. من
گفتم که تو رأی‌گیری حق رأی نداشتم که تو منو مشکوک میدونی. این از تو. اگر شهروندی به من رأی نمیدی، بچه‌ها اگر چهاره به من رأی مرگ داد دیگه قطعی بدونید شهروند نیست. این از چهار باش دیالوگ کردم. شماره 8 که قطعی مافیاست. علی جوادی نمیدونم این شماره 8 فکر میکنم یکه رو خیلی داره کاور میکنه، نمیدونم یا داره خیلی کاورش میکنه بچه ها یا یکی گادفادره هشته که قطعی مافیاست. نمیدونم یکه رو رای بدید بره بیرون، من شهروندم. متشکرم. یکه رو رای بدید. امروز هم من به هشته رای دارم. آرین صحبت کن. اشکالی ندارم، من مسئله بازیم درست بود تا اونجایی که اشتباه کردم. من واقعا دارم با شهروند بازی و من یک شهروند صحبت بودم، من اشتباه کردم. اگر توی ذهنم درست بود و من یک جایی به اعتقاد شما هفت دبل فاز بهتون یک جایی میدادم بی تاثیر به پنج دیگه، سه روز بازی پنج رو زدم که اینجا بیام از روش شیک کنم بندازم یه شهروند دیگه، از روی من مافیا از روی شهروند رای ندادم که بندازم یه شهروند دیگه بعد بیام اینجا اینجوری تارگت بخورم. من یک اشتباه محاسباتی کردم. همین بعد آقای شماره نو آقای علی جوادی معتقدی هشته مافیاست، هشته میدونه من شهروندم. اگر هشته مافیاست من دارم رای ختم تو رو میخرم به عنوان یک شهروند، فقط دارم میگم نو. همه میگن چینش اشتباهه ولی به نظر من پنج و نو مافیان یارشونم بین سه یا هفته. اشکال نداره منو بدیم بیرون با وکیل. متشکرم. شما دو دوست به هم حق رأی دادن ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 5 خان 1 2 3 فریز 2 رأی. رأی گیری مجدد برای شماره 1 آرین 1 2 3 فریز 5 رأی. آرین وصیت. اصلا ندارم من چوب اشتباه هم خوردم دیگه، باید یعنی چینم قطعا مطمئنم درست بوده، چینم قطعا مطمئنم درست بوده. الان این پنج مافیاست، نه مافیاست از نظر من. من دیروز یک رأی 2 کشیدم زیر 9، امروز تارگتش شدم. بین 3 و 7 هم که خیلی فرصت داشتن من برم بیرون، اگه بقیه مافیان که خواستم من نگه دارن میشه جونش. بین 3 و 7 هم یاد داره ولی 5 رو بعد من حداقل احترام بذارید. من با عنوان یک شهروند باهاتون صحبت کردم، گفتم اشتباه کردم. یعنی اگر من دیروز این کل مسیر من بینگو نشستم با یک اشتباه محاسباتی، من گفتم من رأی میدادم اون بره، اما نداره تو رأی دوهای منم بگردیم دنبال مافیاش چوب اشتباه محاسباتی میکنم فقط. هم متشکرم آقای آرین. تصویرتون رو ببندید با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق و شیاد اگر تو بازی هستن پی وی من اکت بده. میخوره؟ واقعا هیچ چایی نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. گروه مافیا دیگه چت نباشه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. اجازه بدید شماره 2 بیاد. یه لحظه اجازه بدید بچه ها اکت ندید. در شب گذشته خدافزی کردیم با یک نفر. شماره 2 مهدی لطفاً تصویرت رو ببند.
درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. از شهر شما 3 نفر خارج شدن، هر 3 شهروند. یک دور صحبت میکنیم. از شماره 6 روحام رو به سمت عدد بیشتر. آریا صحبت کنم. آقا من امروز دیالوگ پذیر ببخشید اول صحبت کنم. امروز دیالوگ پذیر رو میذارم کنار، هم 5 مافیاس هم 9 مافیاس. ببین دیروز یه نقشی رفته تو پاشه شماره 4 هیچ که اعتراض نکرده. پس 4 شهرونده. شما به 2 تا شهروند رأی خروج دادین. تارگت فورستون هم من شهروند بودم. هم 5 مافیاس هم 9 مافیاس. امروز فقط باید بگیریم گاتارا رو بیرون بکنیم. دقیقاً درست گفته. قشنگ 59 که نمیدونم حالا می دو جفتشون هم میتونن مافیا باشن، ولی به نظرم علی جوادیه بره. علی جوادیه نو، آره دیگه، علی جوادی نو کرده بیرون، بعدم با یک سایت گرفته جفتشون رفتن بیرون خونده شد. علی جوادی که به نظر من مافیاست، 5 مافیاست. اون سومی پاشا هم میتونه مافیا باشه. آخه پاشا هم میتونه مافیا باشه. آخه من و پاشا تو جنگ بودیم، اومد ما رو آشتی داد حاجی، خیلی مشهور بود واسه من حرکتش. فعلا 9-5 رو بیاریم بالا، به نظر من هر دوشون مافیا. 4 که شهروند شوه، ابوالفضل هم البته میتونه یارشون باشه. 5 و 9. ابوالفضل شور 5 صحبت کن. حالا چرا علی جوادی تو با همین فکتی که شماره 6 داری به تارگت میزنی، با همین فکت تارگت میزنی به علی جوادی، شماره 1 رو دیروز کاور کردی با همین فکت؟ این از آگاهی تو میاد که امروز حالا اومدی خودت داری ریج میکنی پشت سر یارت. بچه ها 6 که مافیاست، 8 که قطعی مافیاست. 8 که میره بیرون بازی سیف میشه، 8 میره بیرون بازی سیف میشه، 6 هم یارش اگه من بیدار نشدم فردا، این که قطعیان این دوتا. مرسی. اون یارش هم علی جوادی نیست، هر کی میخواد بگه علی جوادی میگه 5، به همین سادگی. خب خان نمیشه دیگه، الان این همه آدم رای دادیم یه نفر رفته بیرون، تو ما مافیا نداری اصلا. تارگت هایی که داری میزنی خارج از رای گیریه. باید من الان نمیدونم، هشت هم مافیا داشتم روز دارم، ولی الان اسم میکنم شماره یکی اتاقانشان مرده آزاده دیگه. اسم میکنم شماره یکی کاراگاه بوده، استعلام علی جوادی رو داشته، چون میگفت میخواستم سایت شماره 9 در بیاد. یه همچین حسی دارم میکنم، نمیدونم. به شرط کنم شماره 4 صحبت کنم. علی جوادی الان شماره 5 مافیا داری یا نداری؟ جواب نمیدی؟ مافیا نداری؟ منو که وقتی شهروند داریم اگه میشه اونو مافیا نداشته باشی؟ آقا شیشو داری آقای خان، شما داری میگی 6 و 8 مافیا. خوب دمشون گرم، اگه مافیا خیلی خوب بازی کردن دیروز، فقط کسایی که به شماره 1 رأی ندادن 6 و 8 بودن. خب من باید به اینا ببازم؟ خوب دمشون گرم، یکی رو فهمیدن شهروند کاور کردن، شما داشتید یکی رو میدادید بیرون، نشستن کنار همه شهروندا رأی دادن، یه شهروند رفته بیرون 6 و 8 نشستن اینجا، ماها شهروندا یه شهروند کردیم بیرون، دمشون گرم. خب من به اینا میبازم، مگه میشه شما داشت؟ من که خیلی خوب بازی کردم واسه شما، اگه مافیا بودم تو روز یک خواهم معتقدی خودت با علی جوادی شهروند با دهه شهروند رای دادیم به حامد، من و روحام رای ندیم. حالا من که تارگت شکم روحام که تارگت بکرم تو یه رای به نازقه شهروند پوش کنیم. باز حالا فردا شما همه رای دادیم به 10، ما رای دادیم به تو، باز این بیرون نرفته. فرداش ما اومدیم کاور یک رو گرفتیم، شما ما تارگتش کردیم، یکی رفته بیرون خونده شهروند، باز تو داری من تارگت میکنی؟ میگن مافیا نباید وقیح بشه. حالا از گادفادرت کاور کردی خوب، اینقدر نباید وقیح بشی. ببین شماره 3 و شماره 7 یکیتون شهروند دیگه، اون شهرونده امروز بابا بازی میکنه، مافیا هم مجبور میشه بابا بازی کنه، چون حامد قراره بابا بازی کنه، سرنا هم بابا بازی، روحا هم بابا بازی میکنه. اون یه دونه مافیایی که بین 3 و 7 خودش چیز کنه، 5 و 9 دیگه جفتشون میان بالا. صحبت چالش میخوای؟ نمیخوای 4 صحبت. ببین یه دقیقه وایسا، من فکر میکنم علی جوادی میتونه شهروند باشه. اونجا به من چالش داد که میگفت تو 5 رو بکوب، بعدش دید دست 10 و 5 بالاست، تری دستشو آورد بالا واسه من، میخواست سایت باز بشه. به نظر من اینجوری دارم فکر میکنم، نمیتونست وقتی یارش با من سایت گرفته اینم دستشو بندازه که سایت خودش و یارش با هم دیگه باز شه. چه اینی که من 5 و 7 الان شماره 7 هم داره کارگاهی میکنه تو پاچه، شماره 1 علی جوادی رو میخواد بده بیرون،
من حس میکنم 3-5-7 میتونن مافیا باشن. مرسی. ببین شماره 4 تو که شهروندی، منم شهروندم. شماره 7 به نظرت یک کاراگاه بود گفت وصیت من 5 بعد یه سه من آورده بود به نظرت. چقدر ماشاءالله خوب نمایانی، تزار الله اکبر. ببین 8 که مافیاست، 7 هم به نظرم مافیاست. حالا تو میخوای، من 5 رو نمیدونم، نمیتونم بهش بگم شهروند، الان نمیتونم بهش بگم مافیا. تو وضعیت قرمز داره میگه من مافیام. ببین 8 چی میگه؟ 8 میگه گادفادر، من گادفادرم. ترن یک چالش دادم به تو، گفتم زوری بیا یه چالش بگیر. من دیدم تو دو تا یارم تارگت خورده، تو به تارگت خوردن یار من لایک دادی. برو گردنش بگیر دیگه، چرا مسیرت اشتباهه؟ دقیقاً همین اتفاق بین من و تو افتاد. شما رو 4 ترن یک دیگه، درسته؟ تو دو تا لایک به مافیای 5 دادی. من سیتنو چالش بهت دادم، گفتم تو که فهمیدی یار من مافیاست، چرا چالش نمیگیری بیای تو بازی؟ 7-8 بیاری تو دفاعی اگه میخواید مافیا بیاری تو دفاع. اگه خودت، من تو رو شهروند دارم، میخوای رو 5 استار کنی مشکلی ندارم، ولی 5 داره منو کابل میکنه. منو تو وضعیت قرمز بخوام بهش بگم مافیا، خیلی به نظرم کار اشتباهی. 8 که قطعی اصلا شات دو میگه من شهروندم. چالش بدی شماره 3 پاشو. چالش میدم ابوالفضل بعد از من صحبت بکنه. ببینی چیزایی نمیخونه الان. علی جوادی، پس ذهنت پنجره مافیا داری یا نه؟ همین یه لایک بهم بدی تمومه. پس ذهنت یه کوچولو مافیاست ها؟ اگه پس ذهنت مافیا باشه که داداش این 8-6 رای فرش دیروز بهش کشیدن دادنش بیرون، میخواستن پوشش کنن بکننش بیرون، پس نمیتونه بگی 8 قطعی مافیاست. یارش ممکنه 5 باشه، این دیگه نمیتونه تو ذهنت تو تولید کنه، نباید اینو تولید کنه. بعد یه روز بازی شیشه که داشته منو تارگت میکرده، منم تو روزهای قبلی با شیشه تو چالش بودم، داشته برای من توضیح میداده شیشه. بعد دیروز باشید گفتی 6-3 مافیاست، اینقدر یک باگ گنده ای داد، من کردمش بیرون شماره 1 رو. مرسی. نه داداش اینجوری نیست. یا خانی جوادی، تو شماره 5 مافیا نداری بکنم، گفتی مافیا نداری بکنم، بکنم اینجا دست لگشتی اشتباه بکنم، متوجه شدی؟ بکنم شماره 5 مافیا نداری، شماره 8 مافیا داری. آه؟ شماره 4 رو که میگی با نقش قابل میکنی، درسته؟ شماره 6 رو هم که شهروند کردی، پس باید من بشم مافیا؟ پاشا هم باید بشه در دیم مافیا؟ تو هیچ کاری با پاشا نداری، هیچ کاری با پاشا نداری، فقط همون 9 میگرد رو دیم. مرسی. سایده 5 رو نمیدارم، اما فقط 9 میگرد. حامد صحبت کن. آریا بعد من صحبت کن. آقا نگاه کنید براینده منو، روز اول گفتم 1-2 به نظرم شهروندن، الان جفتشون رفتم گیرو خونده شهروند. یه پاشای گیری داده بودم، گفت سر صحبتم گفتم بین 9 و 10 بعد مافیا باشه، پنجم داشت به من گیر میداد. من نمیتونم قبول کنم که نشستیم تو تورنمنت الان، مثلا من شهروند اومدم بالا، 3 تا شهروند به من رای دادن، مافیا نشسته بیرون داشته نگاه میکرده. امروز 5 رو بدیم بیرون، 5 رو بدیم بیرون. چرا نه نمیتونه آخه؟ ببین اگه نه نمیتونه مافیا باشه بیاد، نمیدونم بین 5 و 9 که یه دونه هست، اگه 9 باشه یاراشو به من بگو. پاشا چالش بگیر بعدی، بعد از آریا که صحبت کرد یارای 9 رو به من بگو. ببین حامد جان، با لجبازی بازی رو چیز نمی کنم من. اگر تو میگی 5، من امروز فقط به 5 رمیدم، ولی 9 هم مافیاست. یه دقیقه گوش اصلا تو ارور مافیاییه. اولی که ابوالفضل روز 1 با رأی 1 اومدی بالا، من رأی نمیدادم، اصلا ابوالفضل وارد دفاعیه نمیشد روز 1، من یارمو کردم تو دفاعیه. حالا اون بکدار، من ابوالفضل دارم میگم، دیروزی گفته روحام شهروند، سم شهرونده، به 5 تارگت نمیزنه، تو هم که شو شهروند داره دیگه. الان تو ارور مافیایی مافیا سوم باز نمیشه خودش، باید 5 تارگت بزنه. وقتی اینجوری چن چیده، باید به 5 تارگت بزنه، اونم باز نمیتونه. چرا؟ مرسی. چالش میدم علی جوادی بعد از من صحبت کنه دیگه، خیلی واقعی شدی. شماره 8، شماره 8 دیروز و پریروز بازی تو باید علی جوادی رو فقط گردن میگرفتی که پهلوتو سوراخ کرد. امروز تو روز بقاحت که یارات میتونن باهات فرش رای بدن، میخوای علی دیروز اسمش علی جوادی رو نمیوردی پریروز؟ دیروز فقط فشار فکتیت روی من بوده دیگه، به پشتوانه کارشهروندی شماره 1 که من تو دفاعیم هم گفتم آقا این 8، گفتم علی جوادی این 8 احساس میکنم یا یارشه گادفادرشه یا میدونه این شهرونده بالاخره. حالا من نمیتونستم پرواز کنم بگم آقا اون ممکنه شهروند باشه، توی مافیا با آگاهی کاورش کردی. 8 که قطعی مافیاست.
روحام نمیدونم اگه شهروندی خیلی حسفی، اگه شهروندی که حسفی، یه یارم بین 3 و 7 داره، اون شهرونده وقیح نشه به من رأی بده. ببین بین 3 و 7 اونی که مافیاست خودش شو میکنه. شماره 4 رو دیگه نمیتونم آدز براش بذارم، نمیدونم، 4 خیلی داره منو میکوبه، برایندش خیلی بد منه. شهر چالش بره. ببین شماره 8 تو خودت که به نظرت شهروندی، به 6 که دیروز گفتی شهروند، 4 هم که به نظرت شهروندی، 5 به نظرت مافیاست، من مافیام که گادفادرم، بین 3 و 7 یه یار دارم که امروز جفتشون میگم 5 داره من برم بیرون، که گادفادر گرفته بودی بین اینا هم یه دونه یار داشتیم، اون یاری که بین اینا پوینت داره امروز باید پوینتشو میسوزون، منو تو بازی نگه داره دیگه. چجوری داری میگی پس من مافیام اگه بین 3 و 7 مافیا داری؟ چجوری به من تارگت زدی تو جریان این بازی؟ به نظرت گادفادر گرفته بودی دیگه، چی شد؟ به نظرت گادفادر گرفتی بین 3 و 7 یه یار دارم، 5 که مافیا سیفه، پرینه جلو من، 3 میگه من برم، 7 هم امروز میگه من برم. مرسی، متشکرم، صحبت ها رو شنیدیم. میریم برای رای گیری. 7 نفر تو بازی هستی، 3 رای دفاع 3 رای خروج. اول رای گیری شماره 6 روحام میشه، انتهای رای گیری شماره 5 خان میشه. رای گیری میکنم برای شماره 6 روحام. 1 2 3 فریز، بینگو. رای تأخیری ندید بچه ها، نمیشمورم. شماره 7 ابوالفضل. 1 2 3 فریز، 1 رای. شماره 8 آریا. 1 2 3 فریز، 2 رای. شماره 9 علی. 1 2 3 فریز، 3 رای. شماره 3 پاشا. 1 2 3 فریز، بینگو، 1 رای. شماره 4 حامد. 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 5 خان. 1 2 3 فریز، 5 رای. دو دوست از خودشون دفاع میکنن، شماره 9 علی، شماره 5 خان. یک نفر درباره علی. من میدم شماره 4. یک نفر درباره خان. شماره 6 صحبت میکنه. اول حامد، بعد روحام، هر کدوم 30 ثانیه. ببین آریا، حالا تو که گفتی با دست من بازی میکنی، ولی الان چیزی که علی جوادی گفت خیلی منطقیه دیگه. یعنی یار واسه علی جوادی دوتا یار نمیشه گذاشت، هم سه داره میگه هفت اون بره، هم هفت داره میگه هم تو، هم شیش، یه دونه منو خان میمونین دیگه. دو سایدی کردن علی جوادی رو بفروشن خانو نگهدارن. نه به نظر من اون رأیی که میگم اون چالشی که به من داد، من سر همون چالشه به نظرم علی جوادی بیشتر شهروند، شاید هم دارم اشتباه میکنم، من امروز احتمال خیلی زیاد رأی میدم به خان بره. به نظر من که جفت مافیان ولی حامد اصلا اشتباه نکن، حاجی دو سایدی هم نکردن، اگه رأی یک کار دقت کردی اون یکی یارش هم به نظر من شو شد. تنها پیشنهادی که دارم واسه اون سومیه اینه که امروز بفروشه، آجی امروز بفروشه، با شاید فردا شانسی داشت بتونه دوباره پارو زدنشو ادامه بده. بچه بعد خیلی جالب بود اصلا، خیلی این دو نفر در روز یک تمام کارهایی که کردن، تمام نقاط منفیشون با هم مشترک بوده، هیچ کدوم به اونی که مشکوک نمیشه. بعد پنجه میگه من میتونم علی جوادی و شهروند بگیرم، نوها میگه پنجه به نظر من میتونه شهروند باشه. بچه جفت دوست مافیان، ولی ما با دست حامد بازی کنیم به 5 رای بدیم. متشکرم. بچه اکت قفله، علی صحبت. ببین شماره 3 من تو دفاع فقط با تو صحبت میکنم، چون تو اگه شهروندی به نظرم شهروند بدی هستی، جدی دارم میگم اینو. ببین چرا؟ چون 8 امروز نه به تو تارگت میزنه نه به 6 تارگت میزنه. معتقد تو وضعیتی که من موضع داشتم دو تا شهروند رو با هم دیگه آشتیدم. امروز میگه من مافیام، 5 مافیاست. دیروز یه رأی 1 به 7 داده، 7 امروز داره منو گردن میگیره. هیچ دویاری نمیتونه برای من تعریف کنه تو بازی. من که شهروندم، ببین من خیلی منطقی حرفی دارم میزنم. 5 داره امروز تو وضعیت قرمز منو کاور میکنه. خیلی اشتباهه. من میفهمم بازی تو ارور شون، به نظرم 4 شهرونده، 6 و 8 هم نمیتونن با هم مافیا باشن. 8 شایی که 6 به 1 گفته شهروند بهش بگه شهروند. پس بخوام دو تا مافیا بذارم، مافیا سومی احتمالاً تو ساید خودمه. بازی تو ایروره و نمیتونم تو وضعیت قرمز بخوام این تارگیت هم بزنم.
به من متشکرم. آقای خان بفرم. ببین شماره 7 ابوالفضل، تو که کارگاهی رو نسبت میدی به شماره 1، دیروز یه نفر رأی بی منطق به تو داده، یعنی کاری با تو نداشته، یه رأی 1 به تو داده به نام شماره 8. امروز میگی 8 اصلا شهرونده، کاری بهش نداری. 7 و 8 که لادر همدیگن، 7 و 8 که قطعی مافیان، شیشم نمیدونم علی جوادی، شیشم نمیدونم علی جوادی، خیلی حس شهروندی ازش گرفتم. اگر مافیایی که دیگه واقعا بازی رو باختیم، چون من شهروند میرم بیرون. متشکرم. متشکرم. رأی‌گیری مجدد میکنم برای شماره 9 علی، 1 2 3 فریز، 2 رأی. رأی‌گیری مجدد برای شماره 5 خان، 1 2 3 فریز، 6 5 رأی. خان وصیت. من که شهروند بودم، الان که من برم بیرون که بازیتون تموم میشه. پاشا تو چرا به من رأی دادی؟ تو که فشار فکتیت روی 9 بود، چرا به من رأی دادی؟ دیگه با 8 هم کاری نداشته باشید. بعد از من بچسبید به ابوالفضل و پاشا. ابوالفضل و پاشا اگر دکتر سیو داد، اگر دکتر سیو داد بچسبید به ابوالفضل و پاشا. 6 رو هم اگر دیگه بازی به کیاس رسید دیگه خودتون در بیارید. 4 که دیگه اگر مافیا باشه که واقعا من نمیدونم، اگه شانس آورده باشه بازپرس تو اون شاتیا باشه که صداش در نیومده. امیدوارم دکتر سیو بده، امیدوارم دکتر سیو بده. من علی جوادی رو مافیا ندارم. 8 رو هم دیگه کاری باش نداشته باشید. 3 و 7. متشکرم خان، لطفاً 6 رو هم بعد در بیارید. امیدوارم دکتر سیو بده. متشکرم خان، لطفاً تصویرتون رو ببندید. شماره 8 آریا، شما هم تصویرتون رو ببندید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. محقق که تو بازی نیست، اگر شیاد تو بازی هست پی وی من. گروه مافیا فرصت مشورت. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چایی نمیخوره؟ چایش با سماور آخولونه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. دوستان قراره امشب ناتویی اتفاق بیفته. یک بار دیگه روی مایک تکرار میکنم، امشب قراره ناتویی اتفاق بیفته. پزشک لازم نیست به من اکت بده، ناتو بیاد پی وی من. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. شماره 4 با نقش بازپرس ناتویی، وین مافیا. دوستان تصویر بدید. دوستان تصویر بدید. نقشه رو میخونم، اتفاقات شب رو روایت میکنم، بعد هم شما 2 دقیقتون رو صحبت میکنید و بعد داورها. فقط قبل از اینکه نقشه رو بخونم تشکر میکنم از گروه صنعتی یوسف زاده سماور آپولون که اسپانسر این برنامه شدن. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آپولون ها؟ از ما گفتم بود. سماور
سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. شماره 1 آرین، روینتن بازی. شماره 2 مهدی، شهروند ساده. شماره 3 پاشا، کاراگاه. شماره 4 حامد، بازپرس. شماره 5 خان، محقق. شماره 6 روحام، گادفادر. شماره 7 ابوالفضل، ناتو. شماره 8 آریا، شیاد. شماره 9 علی، پزشک. شماره 10 محمد رضا، شهروند ساده. محقق شب 1 به روینتن بسته بود، شیاد به شماره 3 کاراگاه به درستی زده بود. کاراگاه استعلام شماره 5 محقق رو گرفت، در هر صورت فرقی نمی کرد، استعلام شهروندی. شاد شماره 3 کاراگاه بود، پزشک بازی کاراگاه رو سیو میده. بازپرس شماره 5 و شماره 10 رو میاره تو بازپرسی دو شهروند. شب دوم محقق به درستی به شماره 8 ناتوی بازی میبنده. شیاد اکت شیادیش رو شماره 2 شهروند ساده انجام داده بود. شاد شماره 2 شهروند ساده بود. کاراگاه هم استعلام شماره 2 شهروند ساده رو گرفته بود. پزشک شماره 4 بازپرس بازی رو سیف داد در اون شب. شب سوم محقق نداشتیم، شیاد نداشتیم، بازپرس با شماره 4 با نقش بازپرسی ناتوی شد. کاراگاه استعلام شماره 7 رو گرفت، ناتو استعلام مثبت که دیگه دیر بود. من در مورد بازی اظهار نظر نمی کنم، این وظیفه رو می سپارم دست گروه محترم داوری. من به ترتیب خروج مرتبتون میکنم، بعدش 2 دقیقه فرصت صحبت دارید. اول آقای محمد رضا، بعد آقای آرین، بعد آقای مهدی، بعد آقای خان، آقای آریا و بقیه به ترتیب شماره هستن که میتونه آقای حامد هم میشه خروجی. اول حامد صحبت میکنه، بقیه به ترتیب شماره صحبت میکنن. 2 دقیقه تون از همین الان آقای محمد رضا شروع میشه، بفرمایید. خسته نباشید به همگی. بازی که از نظر من بازی افتضاحی بود. من بین 7 و 8 قطعی مافیا داشتم، یعنی روز 1 روز معارفه هم گفتم 7 و 8 تو این بازی مافیان. هفته سر صحبت چالش گرفت، گفت 8 قطعی مافیاست، نه با 9 کار داشت نه با 10 کار داشت. 8 چالش گرفت، گفت 7 قطعی مافیاست، نه با 9 کار داشت نه با 10 کار داشت. یعنی واضحا بین 7 و 8 تو این بازی مافیا در می اومد. شماره 2 که نکست لول زد، من به هفته گفتم قطعی مافیا، هفته با من کار نداشت. 2 گفت هم 7 مافیاست هم 10 مافیاست. این من اصلا اونجوری که ذهنم پاشید از هم، گفتم خب پس من احتمالاً اشتباه دارم میزنم که اینجوری یهو 2 رو من ریچ کرد و بلندش رو قطعی هم مافیاست. من گفتم پای یه پاز میذارم. یه شماره 4 تو روز معرفه گفته بود هفته اکتی قطعی مافیاست، یه 3 هم بهش تارگت زد، 9 تا دیسلایک داد، گفت من حالا مثلا ریز میزنم تو بازی، فرداش هم هیچ برنامه خاصی نداشت نظر من. گفتم پس شماره 4 قطعی مافیاست. 4 هم که شماره 9 بهش داد همونجا ریخت. گفتم خب پس بستم که بدمش بیرون شماره 4. اومدم توی بازپرسی، دیگه واضح بود شماره 4 چی دیگه. حداقل تا توی 1 ساعت که نباید بیاری که شماره 4، 2 تا به رأی خروج دادن، 2 تاشون آوردی بالا. حالا اون بکنا رسیده به نفر آخر شماره 1. شماره 1 داره فکر میکنه، یعنی مثلا این مشخصه من رفتم بیرون دیگه، داره فکر میکنه به کی رأی بده. بعد که رأی داده میگه من خواستم ساید علی جوادی دارم، علی جوادی که به من گفته قطعی شهروند، یعنی اصلا ساید علی جوادی که رو من در نمیومد تو این بازی که 2 ساعت فکر کردی، بعد میگی شماره 10 بره بیرون. اصلا من که اونجا گفته خب اصلا 10 که بعد فقط بعد یک رو بعد من اونجا وصیت کنم تو این بازی، چون واقعا نمیتونستم تو ذهنم شهروند داشته باشه. روز 1 بازی هم فقط تارگت بک کرد، یعنی گفتش 3 مافیا 5 مافیا، چون به من تارگت زدی، به من شهروند تارگت زدی. اینو گفتی دیگه، به 2 تا تارگت بک زدی، به 6 هم تارگت زدی، 3 5 6 تارگت زدی. تو ذهنم هم دار با 2 تاشون تارگت بک بودن. در کل چه بازی افتضاحی بود از نظر من، قسم نباشید. متشکرم. آرین. خب بچه خسته نباشید، به شهروند تبریک، به مافیا ممنون نبی که بازی رو ران کردی. نه ببین من تارگت بک فقط به 5 زدم، یعنی با 3 دیالوگ هم گفتم اگر شهروندی فقط امروز رو بهت فرصت میدم، خود 3 میتونه بگه. 6 هم تارگت جدید خلق کردم، این فکتم واسه 6 درست بود، اما من نمیدونم چرا ولش کردم. ببین شما خودتو بزنید پوزیشن من رو این تن، من روز 1 بازی 1 نفر رو بهش تارگت میزنم، اون فرد نمیاد حتی داخل دفاعیه، حتی رای هم نمیاره. خب من میگم این فرد اگر شهروند باشه، خب مافیا باید پشت دستان به این آدم بزنه دیگه. و
داشتن افراد دیگه ای تارگت میخوردن. بعد پنجه دو روز بازی فقط از نفرات قبل خودش یک و چهار مافیا پیدا کرده، بعد خودش هیچی نداشت بدون فکر. علی جوادی رو شهروند داشت به نظر من حداقل. بعد علی جوادی این تارگت رو که چالش رو که داد به چهار، من گفتم خب چهاره رو میخواست که راجع به پنجه اظهار نظر کنه، لایکش رو دیده بود دیگه، گفتم خب از این باید یا به شهروندی پنجه برسی یا به مافیایی پنج، ولی به هیچ اظهار نظری راجع به پنجه نکرد. چون پنجه رو مشکوک داشتم، علی جوادی هم مشکوک گرفتم و چالش خواستم سه تا، هیچ کی به من چالش نداد متاسفانه، رأی دو دادم. بعد شبش خب من احتمال این که مثلا دکتر سیو بده رو تا اینکه رو این تنو زده باشم مثلا توی رأی دوها، من اینجا مسیر بازیم کلا به هم ریخت که من گفتم خب منو زدم، من جز رأی دوهای علی جوادی بودم. توی بازپرسی هم من واقعا دارم میگم، یعنی داخل بازی نمیتونستم قسم بخورم، من گفتم چهار تا رأی دهه آورده، چهار تا رأی دهه آورده، سه تا رأی پنجه آورده. من گفتم خب سه رو رأی بدم چهار چهار میشه میشینن، بذار دهه رو بره که من اگر گفتم خب من اشتباه محاسبه اون لحظه، خودت رو بذار جای من، من اشتباه محاسباتی کردم اون لحظه. بعد گفتم بذار دهه بره که علی جوادی که من دیروز بهش رأی دادم حس میکنم شاد شدم، علی جوادی سایدش در بیاد، مسیر بازیم کلا به هم ریخت و خیلی هم واقعا فکتش بود که همه میگفتن یک بره توی اون رأی دوها. فقط هفته رو گفتم، گفتم هفته میتونه یارشون باشه که اونم کافی نبود، خوب نبود بازی نبود و معذرت میخوام اگر دیشته باید. مرسی آقای نبی، ممنون از روایاتت، دست در نکنه، خسته نباشید میگم به تیم داوری، خسته نباشید میگم به تیم شهروند، تبریک به تیم مافیا. ببین بازی رو که به نظر من شهروند سر این باخت که اگه بازپرسی شاید بین 5 و 10 نمیشد شاید شهروند میبرد بازی. ببین یه دفعه دو تا اتفاق عجیب افتاد، ولی حق داشت شماره 5 4 حق داشت، آیا شماره 10 3 ساعت رو گردنش بودی هی بهش میگفتی مافیا دیگه چیکار کنه دیگه بنده خدا، سه بار چالش گرفتی گفتی 4 قطعی مافیا، سه بار چالش گرفتی گفتی قطعی به شماره 4 مافیا سوادی. من گفتم اونجا که علی جوادی فکت 8 تا بودم، علی جوادی به نظرم علی که خوب بازی کرد، یعنی به نظر من علی خوب بازی کرد تو شهروندا، شماره 5 هم خوب بازی کرد. ببین اون فکتی که شما شماره 10 آوردی واسه شماره 8 رو جفتشون میشست دیگه، من گفتم چرا شما با 8 میبینید، هفتم همین کارو کردید، تو نمیتونی بگی بینشون مافیاست، باز گفتی حداقل بینشون مافیاست که من رای دادم به شماره 7 بازی روز 1، به 7 رای دادم، به تو رای دادم به خاطر اینکه تو 8 رو میگفتی 7 رو نمیگفتی. گفتم این فکتی که داری میاری فکت واسه این بدین دلیل بهت گفتم شماره 1 شماره 10، چون دو رو هر دو تا مینشست. علی که گفت با علی دیالوگ کردم، چون علی هنوز چالش نکرده، سه نفر دیتا شهروندی علی جوادی ریختن وسط دک، اصلا اون هنوز حرف نزده، مایک نومن یه تارگت بهش زدن گفتم این کار اینجوریه، سه نفر گفتن این شهرونده، یعنی کم کم به پنجم شهروندیش رسیدم، یعنی اتفاق افتاد گفتم بذار ببینم چی میشه. متاسفانه خودم که خوب نبودم، دلم از بندم خوشم نمیاد، به نظر من شهروندایی که خوب بودن 5 و 9 به نظر من جفتشون خوب بودن، حداقل ابیلیتیشون درست استفاده کردن، آی شماره 5 ابیلیتیشو درست استفاده کرده، مافیای درست داشته، شهروندش هم به من رسوند. یعنی توی به این بعضی موقع مهم نیست که حتما مافیا تارگت کنه، همین که از زیر بار تارگت خودتو بتونی در بیاری. به نظر من 5 یه دو دیالوگ تو ترنش کرد، گفتم دیگه کنسرتو خوردم، امکان نداره من تو این بازی بخوام به رای بدم، یعنی هیچ جای بازی خودم خراب بد بازی کردم که تقصیرم گردن کسی نمیذارم. به نظرم 5 و 9 جفتشون هر کدوم برن بالا من راضی ام، یعنی به نظرم خوب بازی کردن. شماره 4 هم بهش حق میدم، خیلی زیر فشار تارگت بود، وای که من رسیدم به شهروندیش برای خیلی زیر فشار تارگت. آره یه نکته بگم، فکر کردن اشتباه بود، یعنی گفتم استرس ببخشید آقای نبی، همینجوری خیلی فکر کردی و یه جوری گفتی، گفتم چیکار می‌خوای بکنی، خسته نباشی. مرسی از برگزار کنندگان، مرسی از نبی عزیز، مرسی از داورای عزیز، پلیرهای خوبی که باهاشون بازی کردم، افتخار داشتم با همتون، دمتون گرم، صرف نظر از هر چیز دیگه این نتیجه هر چی بود. برد مافیا رو که بهشون تبریک میگم، شیرین باشه به تنشون، این از این، دمشون گرم. مهدی اتفاقا من اونجا 20 درصد آخر رو دیالوگ تو که منو کاور کردی رسیدم به قطعی مافیایی آریا. ببین آریا فشار فکتیش روی منه، خب به پشتوانه کارت شهروندی یک فشار فکتیش روی منه، بعد تویی که منو کاور کردی رو کار نداره، خب این واقعا فکت مافیایی آریا بود.
واقعا به شماره 9 علی جوادی هم اصلا بچه کاری نداشت توی بازی، یعنی کابل و افغانستان رو میزد اصلا با شماره 9 در نمی افتاد. حامد شماره 4 با احترام بهت میگم، یعنی واقعا ببین وقتی نقش بازپرس من از همه تون به هر حال میگم ناشترم. ببین شماره 4 شما اونجا شو شدی ناتوی، یعنی یه وزنی دو تا شهروند اومد بالا با فکت ابیلیتیت، یه جا هم خودت ناتوی شدی، یعنی خودت هم رفتی لادر اون داستانه، میتونستی یکی از ما رو بیاری بالا. من اونجا بچه ها چرا به هشته نبستم؟ به خاطر این روز یک به هشته نبستم، گفتم هشته که فردا میاد تو بازپرسی. اصلا وقتی که خودم با ده اومدم خیلی عجیب غریب بود، ده شو شهروند بود برای حداقل فکر من، شهروند نیستم، ده شو شهرونده. اونجا هم تو دیالوگم تو دفاعی گفتم بابا این چاره رو رها کن، این چاره رو بذار کنار که بازپرسی رو کنسل کنه. کاش کنسل میکردی حامد، یعنی حداقل کاری که میتونستی بکنی، خیلی ما دفاعی همون شهروندی بود، بعد کنسل میکردی. ده رقص مرگ کرده، به پنج نفر چهار پنج نفر تارگت زده توی داستان دفاعیه که خودت هم یکیشون بودی. اگه بازپرسی، به نظر من اگر بازپرسی چیز میشد، برایند بازی کلا عوض میشد. 6 و 8 خیلی شو سایب جدا کرده بودن به پشتوانه کار شهروندی شماره 1. 10 خیلی قشنگ بازی کرد. خیلی درست. امیدوارم که حدس مافیاییت خیلی درست باشه و داورا بهت رأی بدن. علی جوادی همینطور. منم که شاگردی همتون کردم، دمتون گرم. خیلی خوب بودی. خیلی خوب بودی. کاش اون ناتویه نمی‌نشست، فقط بازی برمیگشت تو وضعیت قرمز. دمتون گرم. اول فاز یه دکتر رو بگم. اول فاز اونجا چینت گفتم لادر هم دیگه این تو و شماره 8، به خاطر اینکه هشت خیلی به تو بدون توجیه رای داد. حالا یه جایی هم تو باش کار نداشتی، اونجا خیلی مشکوک بودید، ولی اونجا که بهت رای داد باید بهش میزدی، یعنی باید حداقل بازخواستش میکردی که از لادره در بیاد. یعنی هر جا اون هشت میرفت اگه بازی ادامه پیدا میکرد قطعا بعدیش تو بودی. ممنون، وصیت خوب بود، حیف ناتویی. بچرخ، متشکرم. آریا بفهم. خسته نباشه آقا نبیل، خسته نباشه بگم شهروندا، تبریک میگم به یارا، خیلی قشنگ بازی کردی. من بازی خدا میگم، من روز معارفه حد زدم که روحام شماره 6 یارم باشه، چون فکتی که ابوالفضل بسش اورد به نظرم درست بود و ابوالفضل فکر میکردم شهرونده، واسه همین به ابوالفضل تارگت زدم، به روحام چیز نکردم. ابوالفضل هم حس کردم میخواد به من تارگت بزنه، به روحام تارگت نزدم، به ابوالفضل تارگت زدم. شب که رفتیم تو گروه به ابوالفضل گفتم تو تارگت تو من ادامه بده، خیلی کار قشنگی کرد، سردست چالش گرفت منو کوبید، منم سردست چالش گرفتم ابوالفضل کوبیدم که این تضاده باشه. حالا تضاده شماره 10 کو بافن کردیم، چهار تا شهروند سوار شد، دیدیم که سوار نشد، به خیال شدیم یه دونه 5 تا بغلش تولید کردیم که به نظرم تولیدی خوبی بود. این 5 گره مون توی بازی. روز دوم من خودم می‌خواستم به یک تارگت بزنم، دیدم شماره 9 صحبت کرد، یه چهارش هم صحبت کرد، داره یک تارگت می‌خوره، حس کردم یک رفتنیه، گفتم بذار من دیگه یک تارگت نکنم، تارگت دیروز رو ادامه بدم، احتمال داره شهروند بره بیرون یا حتی من برم بیرون شهروند شماره 1 کثیف بشه. سر همین اونجا موزمو عوض کردم، به یک تارگت نزدم، یعنی سعی کردم کاورش کنم، یا میگم امتیاز شهروندیشو بگیرم یا حداقل با خودم کثیفش بکنم. توی روز آخر 59 به ابوالفضل من گفتم که به موزه بده 59 رو بتونیم وارد دفاعیه بکنیم. اونجا من یه جورایی از خان گرفتم هانتریه، واسه همین رو هم داشتی صحبت می‌کردی بهت 9 نشون دادم. چرا؟ چون تو روز وقاحتی که مثلا ذهنش میتونه به چرخه، یهو افتاد خودش رو پرت کرد جلوی 9 که آقا 9 نره، مثلا من بخوام از بازی خارج بشم، گفتم این احتمال داره هانتر باشه. سر همین بهتون اشاره کردم که شماره 9 رو بهت رای بدید، دیگه دیدم رنگ ندادی، من گفتم زیر پنجه بکشم حداقل، چون میدونستم شانس ناتویی داریم روی شماره 4. روز یک از پاشا من کاراگاهی گرفتم، به خاطر اینکه خیلی آروم داشت بازی میکرد، یعنی به جز یکی دو تا چالش و اینا خیلی با دقت داشت نگاه میکرد، گفتم شاید این کاراگاه باشه. بعدن که زدم بهش، بعدن از مهدی چیز کردم، گفتم این مهدی دیتایی داره، چون اون روز خیلی با هم مخالفت میکرد وقتی داشتیم 59 تارگت میکردیم. سر همین روز دوم مهدی زدم، اگر با همون دیده روز اولا میرفتم دوباره این شیادی رو به شماره 3 میزدم. پس نباشه بسی قشنگی بود. مرسی حامد، بفهم. من صحبت کنم، تبریک میگم به تیم آفیا، خسته نباشید به شهروندا. من اگه بعد بازی کردم معذرت میخوام، ولی یه لحظه خودتون رو بذارید جای من از هیچ مافیایی تارگت نخوردم، فقط داشتم از شهروند تارگت میخوردم. یعنی من ندیدم تا حالا با تقریبا بالای 95% بازیه که دیدم که یه شهروند میاد توی دفاعی، سه تا شهروند بهش رأی میدن، مخصوصا نمیره بیرون، قطعی مافیا اون بازی رو میبره. من اومدم تو دفاعی، سه تا شهروند اومدن، سه تا شهروند به من رأی دادن،
علی جوادی رو گفتم، یعنی غیر از علی جوادی که تارگت های روز فردای روز معارفه رو 6 و 7 و 8 بود، فکر کنم شهروند دیگه به مافیا تارگتی به اون صورت نزد تا روز وقاحت، که اونم دیگه رو کار شهروندی خودشون تقریبا داشتن میزدن. یه شماره 10 داشت میگه بین 7 و 8 ساید 4 قطعیه. هی من داشتم صحبت میام بود 4 قطعی چی میگن فرصتو بذار رو همون 7 و 8 که گرفتی، تو خودت شهروندی میدونی اون 7 و 8 یکیشون اومده، من اومدم سر دست شارش رأیتو میدی به من. نمیخوام میگم تقصیرو نمیخوام بندازم گردن کسی، منم قطعا خوب بازی نکردم، ولی میگم 3 نفر به من رأی دادن. خب من میدونم خودم شهروندم، علی جوادی به اون فکته شهروند داشتمش، اون گفتم بین اون دوتا دیگه باید یه دونه مافیا دیگه باید باشه، اینو بدیم بیرون، حالا این نشد اون یکیشون در بیاد چینه مثلا شاید در میاد. دیگه واقعا فکر نمیکردم 3 تا شهروند به من رأی داده باشن. دیگه بازی از دید من یه خورده واقعیتش خیلی سخت بود، یعنی نمیرسیدم، یعنی از هیچ مافیای من تارگت نخورده بودم. من 2-3 تا شهروند درست داشتم، یعنی یکو درست شهروند داشتم، دورو درست شهروند داشتم، نهو درست شهروند داشتم، اینا رو شهروند داشتم، ولی مافیا نمیتونستم پیدا کنم. خیلی عجیب بود واسه من، چون اصلا هیچ تارگتی هم نمیخوردم. میگم بازم اگه که نه خوب که بازی نکردم، معذرت میخوام، ولی میگم از دید من واقعا بازی سخت، واقعا بازی سخت بود، از دید من سخت بود. من بازپرسی یا هم باید 5-10 رو میآوردم، یا علی جوادی که گفته بود منو با 8 بیار، اونو میآوردم درست میشد، اونو میآوردم درست میشد، اشتباه کردم یه لحظه، فکرم رفت به این، ولی دیگه چیز نکردم، عذر میخوام. خلاصه دیگه پاشا جان بفهمید. بسته نباشی به شهروند، تبریک به مافیا. من خراب کردم، بعدم خراب کردم. کم زده باشی، بعد خراب کردی باشی، بعد هر صحبت بلش کن. خیلی فکتی که براش آوردم به نظرم درست بود برای اون، ولی بازیم خراب شد. سر یک سری فکتایی تو ذهن من اومد که کلا بازیم خراب شد. 5 اومده با 10 تو چیز، من استعلام 5 دارم که شهروند، حالا فارغ از اینکه شیادی به هم خورده، میگفتیم اینکه شهروند اومده تو بازپرسی اون ور دهم که اومده، پس چی کارات بکنم؟ رأی کشیدم زیر 10 دهم بود شهروند. چاره که شد چور شهروند، بعد نمیتونستم پیدا کنم، حقیقتا نمیتونستم پیدا کنم، چون یک جمله ای که گفت 9 و 5 با هم مافیان، که جور تو ذهن من نمی گنجیدی همچین چیزی 9 و 5 با هم مافیا باشن. و اینو دیدم، این خون شهروند، دیدم آریان داره همین حرفو میزنه، گفتم ای شده چیزی هست، من نمیدونم چیه، نمیخوند. بعد خان چرا رأی ندادی به آریا؟ رأی یک چرا ندادی بهش؟ من دادم، علی جوادی داد، ابوالفتح تأخیری کشید رأی یکشو اگه اشتباه نکنم. اتفاقا تو وقاحت تو تأخیری دادی، من رأی تو رو نشمردم. تعجبم هم از این بود که گفتی 8 و 9 بیان بالا ولی رأی تو ندادی به 8، ولی دیگه من دیدم تأخیریه ولی نمیتونستم بشمرم، چون به هر حال طبق استاندارد بازی بود. گفتم این پاشو کجاست حواسش؟ 1001 من دستم آوردم بالا به نظر خودم، حالا اشتباه شد نمیدونم. در کل به دوستانی که سود کردن تبریک میگم. بچخه بله بفهمید رام جان. بله خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقا نبی که زحمت روایت بازی کشیدن، تشکر از داور رو که وقت گذاشتن، خیلی ممنون با تمام کسایی که تورنمنت رو برگزار کردن. اول تبریک میگم به هم تیمیام آریا و ابوالفضل، بابت خسته نباشید به تیم شهروند. به نظر من پرفورمنس هم خیلی خوب بود، آریا شیادیش نشست، ابوالفضل ناتویش نشست، واقعا اکتامون خوب نشست خدا شکر. ولی چیزی که واسه من، یعنی من خودم بهش فکر کردم، این بود که تو روز دوم پشت دست آریا بازی کنم، به خاطر اینکه چند نفر منو شرح خونده بودن و بعد من گفتم اگه تو ساید آریا بازی کنم، میگن تمام کاری که آریا داره میکنه به پشتوانه یه شهرونده، پس سناریوهای بعدی ممکنه اتفاق بیفته که آریا بتونه روش حرکت کنه. نمیدونم حالا چرا این همه شهروند من رو شهروند خوندن، ولی دمتون گرم دیگه، بازی واسه من ایزی کردیم. و یه چیز دیگه هم که بگم، این که همون روز اولی که من دیدم شهروند اومد بالا 3 تا رأی شهروند، رأی 2 آورد، من گفتم کارمون به نظرم آسون شد. فقط شانسی که آوردیم بود که آریا و علی جوادی نیومدن تو بازپرسی، و یعنی اون ما خیلی بزرگ داستان دار میشد.
میگم به نظرم همه چی روال بود، کلا با سناریو پیش رفتیم، یارفروشی هم اگر کردیم به هم زدیم، ولی یارفروشی لب کشیدنی بود، به نظرم یارفروشی نبود که بخوایم هم دیگر رو بیرون بدیم یا مثلا پوش کنیم. من و آریو ابوالفضل رو میزدیم، ابوالفضل همزمان ما دوتا رو میزد و رأی یک هم حتی فکر کنم به جز یک به هم ندادیم. کلا به نظرم عمل کرده ما خیلی عمل کرده خوبی بود. بازم تشکر میکنم از داورا و آقا نبی و بچه، من ازتون یاد گرفتم واقعا. دمتون گرم. مرسی. ابوالفضل جان بفرمایید. آقا نبی مرسی باز یاران کردی. خسته نباشید میگم به داورا، خسته نباشید میگم به شهروند و تبریکم میگم به تیم خودم. این بازی ما خیلی تیمی بازی کردیم. یعنی واقعا با تیم بردیم. یه نفر بره مثلا خودشو به نازه وسط بعدش چیز کنه. واقعا تیمی کار کردم. من اول سعی کردم فایده رو جدا کنم بین خودم و آریا، خودم و روحام. همون اولین نفر چالش رو گرفتم، آریا رو کوبیدم. بعد دیگه یه ذره گذشتهش آریا گفت تو من قدرت بده، من گفتم من اومدم روز آخر کاراگاهی رو کردم تو پاچه یک علی جوادی رو بدم بیرون. گفتم احتمالاً بعد فکتش هم فکت خوبی بود، یه فکت قشنگ هم برای علی جوادی آوردم. گفتم انجام تو باید میرسید مافیای پاشا. گفتم پاشا خیلی زر اون فکت خیلی اومد سمت تو تارگت زد. باید داشتی شهروند میکردی دیگه، شیش رو شهروند داشتی، من رو مافیا داشتی، هشت رو مافیا داشتی، چهار رو که نفرش معلوم بود. از هر جوری فکر میکردی باید به پاشا میرسید قطعی مافیا، ولی پاشا تارگت نزدی. سر اون برازم پاشم خانم اون اومد داخل دفاعی کاورش رو پاشا میخواد بگیره، کاور نمیده، تارگت میده، یعنی میخواد بره. باید اون روز به نور اولی خوب دیگه برحال میبردیم، چه پنج میرفت چه نمیرفت، چون ناتوی 100% مینشد داخل بازی. بعد اول بازی حامد گفتش آقا باز مافیایی کشتی من لایک دادم دیگه کدون اعتماد نمی کنم. یکی دیگه اینجا نوشته بودم یادم رفت، همین دیگه رفتی مرتنم. مرسی. علی جان بفهمید. بچه خسته نباشید میگم به همه تون، چه پلیرهای داخل بازی، چه برگزار کننده ها و داورهای تورنمنت. ببین من معارفه بهتون چی گفتم، گفتم بذار بگم تو 5-6-7-8 پر مافیا، فقط برید اونجا دنبال مافیا بگردین. با احترام به تیم مافیا، شما مهمون لگی بودید که به نت من خورد روز یک، چون اگه 8 رو می آوردم تو دفاع و رأی یکای خودم رو می دیدم بازی کلینشیت شهروندی بود، چون 8 رو من میدادم بیرون دکو از رو میخوندم. ببین 8 روز یک با کارت شهروندی 4 و 1 رفت 5 و تارگت زد، یعنی 8 رو میدادم بیرون به 1 و 4 و 5 با هم میگفتم شهروند، 3 و 10 رو که خودم مستقلن شهروند داشتم هیچی نمیمون جلو، میمون 1-7-6-2، یعنی کل چیزی که میمون جلوی من همین میشه. مهمون این لگه بودید به نظرم با کمال احترام، البته خوب بازی کردید دیگه. یعنی نمیدونم شهروند چجوری متوجه نمیشد 8-7 با هم مافیا، خیلی عجیب بود. ببین شماره 3 چه سیو با کلاسی بهت دادم شب 1، مطمئن بودم تو شات میشی، مطمئن بودم شات شماره 3 سیوت دادم، تو که منفی 5 داری قربونت برم، من 10 رفته بیرون میگم 5 نمیذارم تارگت کنید، بیاید بریم 8 رو بکنیم بیرون، یه رأی 1 با من بدین دیگه، یه ترن باید با من بازی میکرد. ببین ابوالفضل میدونی چرا من بهت خورده نمیگیرم این که دوتا رأی دوتا آوردی دفاعیه، ولی دوتا بدی داشت. مسئولیت این سایدا رو همه رو من قبول کرده بودم و گفته بودم 8 مافیاست، درسته؟ یه رأی تأخیری هم به خودت داده بودم، منو 8 رو میآوردی تو بازپرسی، اصلا امکان نداشت هر جا تو بازی چه تو رأی دوات مافیا بود چه نبود بین من و 8 مافیا بود. آیه شماره 4 حامد بود اسمت فکر کنم، اشتباه گفتم من ابوالفضل، چه تو رأی دواد مافیا بود چه نبود بین من و 8 مشخصا ساید بود دیگه. من کل بازی رو ول کردم آخر ترن 1 گفتم 8 رو به ساید من، حتی تو دفاعیم هم گفتم همه اینا رو ول کنید من و 8 رو بیارید بازپرسی، من 8 رو براتون فردا بکنم بیرون. نسبی به شهروندی من رسیده بودی یا نرسیده بودی من و 8 رو میآوردی بازپرسی، کل ساید بازی از ساید بین من و 8 در میومد، چون 8 میرفت من 7 رو که نمیذاشتم تو بازی بمونه. ولی یه کار خوب کرد شماره 8، جایی به 6 گفت شهروند که 6 داشت به 1 میگفت شهروند. یه لحظه حس کردم، یعنی 8 7 رو با هم چین داشتم به 6 نمیخواستم بگم یارش، ولی 4 بازپرس بود 5 هم به نظرم شهروند بود با اینکه به شهروند رأی دو داده بود، برای همین حس کردم بازی تو رو، ولی جلوتر بهش میرسیدم نمیرفتم ترنینگ، یعنی 8 رو میدادم بیرون 7 رو میدادم بیرون، بعدش بهش بررسی میکردم ببینم چیکار میشه کرد. ناتو یه بد شد دیگه، بازم شاتتون رو میگرفتم،
چون داشتم فکر میکردم یا سه شهرونده به من رأی دو داده احتمالاً اونو شات میکنید، بعد حس کردم دیگه اگه ناتو تو بازی باشه که هیچی دیگه، شانس شات گرفتن نداره دیگه، بازیه رفت. بازیه خوبه. ببین شماره ده من خیلی شهروند داشتم تا، ولی پنجم شهروند داشتم، حس کردم تو نمیری، بودم بذار حیواز پرسیمو بدم به تو که حداقل تو خروجه نقشی نداشته باشم، هشتو بکنم بیرون، دیدم یهو رفتی، خیلی بد شد چون خیلی شهروند داشتم تو. خسته نباشید دیگه، یه ذره اگه بازی میکردید با همون، البته لگ نت خودم بود یعنی کاریش نمیشد، چون 8 روزه یک بار رأی من مثل که 3 تا رأی یک آورده بود، بعد من رأی یکای خودم هم ندیدم که اصلا راجبش نظری بدم، 3 تا رأی یک آورده بود 8 داره، اگه دست منم من که قطعی بهش رأی میدادم چون باش ساید گرفته بودم، میومد تو دفاع میرفت، بعدش هم قرار بود دفاع کنم اصلا همونجا ساید میگرفت. اصلا علی جان تو دفاعی اومدن خودت هم به خاطر لگت بود، شماره 4 فکر کرد تو 8 و گردن گرفتی، چرا بهش رأی یک ندادی، بهت رأی داد اومدی تو دفاع، یعنی اصلا نته خیلی روند بازی رو تأخیر داد. به هر حال ممنون از هر 10 تا پلیری که تشریف آوردید و بازی کردید. گروه محترم داوری به ترتیب که خودشون مشخص کردن صحبت میکنن و من در جریان نیستم. خیلی هم عالی و خوب. تبریک میگم به تیم مافیا، خسته نباشید. میگم به شهروندا، امیدوارم از بازی لذت برده باشید و از آقای نبی عزیز که این بازی رو برامون روایت کردن و اسپانسر مالی خوب برنامه‌مون و تورنمنتمون کورسنتی آپولون. رفقا بازم اینجوری شروع بکنم. ببین اگر بخواید دلنوشتی من رو در مورد این بازی بدونید، باید براتون از طنز تلخ روزگار بگم. روزگار تلخیه. یه شماره 9 بود توی ترن معارفه، 5 6 7 و 8 رو مافیا داشت. توی این 4 تا تارگت 3 تا مافیا داشت. این سه نه، یعنی اون 3 تا مافیا به شماره 9 تارگت نمی‌زدن. تارگت هایی که شماره 9 می‌خورد از افرادی بود که بهشون تارگت نزده بود. یا لالعجب. این بود طنز تلخ روزگار. یعنی گاهی من چک میکردم مایکم بسته باشه، نفس عمیق میکشیدم که چرا. عرضم به حضورتون که دمتون گرم، مافیا سناریوشون خیلی خوب جواب داد. توی گروه نوشته بودن که زرگری بزنیم، چون معارفه به هم زده بودیم، زرگریشون رو هم ادامه دادن. بعد هیچ کس هم نمیپرسید بابا مثلا ما که داریم به این شماره 9 میزنیم، خب این خود ای تارگت هایی که 9 زده بود به 6 7 8 اینا خودشون به 9 نمیزدن، یه عده خورده میگرفتن که چرا اینجا ها تارگت زدی. عجیبا غریب بود بازی. دمتونم گرم، به شخص لذت بردم. مافیا هم پرقدرت بازی کرد. من احساس میکردم شاید با توجه به تیم شهروندی و وزنی که شهروند ها بعضی از شهروند ها دارن، مافیا ها شونه خالی کنن یا به اصطلاح ما مافیا بازه بریزن، اما خیلی پرقدرت جسور یک پا پس نکشیدن و گویا RPG 7 داشتن، حریف این شهر شدن. دم همگیتونم گرم. از بازی هر دو ساید من به شدت لذت بردم، هم از بازی شهروند هم از بازی مافیا. خسته نباشید. تلفن رو تحویل میدم به همکارانم. بفرم سارا، شما میری یا برم؟ مرسی از آقای نبی و خسته نباشید به هر 10 پلیر بازی و بیننده هایی که در آینده قرار این بازی رو ببینن. من یه تحلیل مختصر حالا چیزایی که خودم دیدم رو بگم. اولا بچه ها بازی یه ذره دیگه بازی مافیا بروز شده. این که مثلا یه عده شهروند رای دادن به یکی بعد تو اینا دنبال مافیا بگردیم، این مال یه سال پیش بود. این که 3 نفر رای دادن به یکی باید تو اینا لزومن مافیا باشه دیگه. داری ما رو؟ الان علی فقط رو من بله بله شما رو دارم. اوکی. بله بله کاملا میگفتم. الان مثلا فکت تعریف شدن یار، دیالوگ یار به یار یا عدم یار به یار، اینو خیلی بدیتره. مثلا توی 7 نفر ما ادامه صحبتم رو میرم، خیلی وقت نیفته. سیت شماره 9 توی 7 نفر، شماره 8 که قطعی یارش نیست، از روز 1 ساید گرفته، درست؟ شماره 7 داره میگه کاراگاه بازی استعلام یارم رو گرفته، پس 7 هم یارش نیست. فکت بعدی 4 که بر اساس خرد جمعی شهرم شده هیچی،
یه شماره پنجی بوده اون هم نمیتونه یار علی باشه. چرا؟ علی چالش داده به شماره چهار، گفته در مورد یارم لایک میدادی الان بکوبش، پس پنج هم یارش نیست. حتی چین دو نفره هم رو علی تعریف نمیشد، پاشا هم که اونجا تو تصویر نه نشون میداد. چین سه نفره که هیچ، چین دو نفره هم تعریف نمیشد برای علی. این فکت شهروندیش. فکت شهروندی دیگه تارگتش، حالا فکت شهروندی لایه‌ای کش تارگتش نیومده، خودش روزه یک اومده بالا. هرچند من مخالفم، یعنی نمیتونیم قطعی بگیم اگر آریا هم روزه یک بالا میومد لزوما بیرون میرفت یا خود علی میرفت، یعنی اینو نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میافتاد. موضوع دیگه، میده باشی به شماره یک رأی خروج داد، اینو من ندیدم. خب اگر رأی خروج داد فکت رو نگاه کن، شاد داخل حلقه خورده، دوتا آدم خوب انسان بیگناه بودن شماره های 6 و 8، اینا به شماره یک رأی ندادن، رأی دو کشیدن زیر یکی دیگه، چرا اینا شات نشدن؟ حالا 8 مثلا تو سایت بندی با 9 بوده، شاتش منطقی نبوده، 6 چرا شات نشد؟ پاور محکم شهروند گرفته دیگه. اینم سرنخ مافیایی شماره 6 بود از نظر من. اینا نکاتی بود که میشد بهش توجه کرد. بازی روز یک روند بدی نداشت، فقط ای کاش یه مافیا یه دست می آورد بالا یه گوش تمیز روز یک می کردید. اینم خطاب به تیم مافیا بتونم بگم دیگه، یه جایی زیادی داشتید تو هم می زدید روز یک، از یه حدی به بعد به نظر من زیاد بود. تبریک میگم، به هر حال مافیا هم عالی بود، بازی آریا رو خیلی دوست داشتم و توی وقاحت هم دیگه مافیا به قشنگی مدیریت کرد، هم روحام هم عبود. صحبت دیگه ندارم. مرسی مهدی. خانم سارا بفرمایید. خسته نباشید نبی جان، خسته نباشید به هر 10 پلیر، تبریک به تیم مافیا، خسته نباشید به همکارای خوبم. من تحلیل خاصی از این بازی ندارم، به نظر من هر کسی بهتر از دیگران میتونه نقاط ضعف و قدرت خودش رو بعد از بازی متوجه بشه، یعنی هر کدوم شما به شخصه داور خودتون هستین، قشنگ میدونیم که کجا اشتباه بوده مسیرتون و کجا درست بوده. یه نکته ای که حالا به ذهنم میرسه این که حالا 6 و 7 و 8ی که از طرف شماره 9 تارگت خورده بودن، بچه خودشون تو خودشون داشتن تارگت میزدن، خودشون بین خودشون مافیا داشتن ولی به نو کار نداشتن. به نظرم خیلی راحت میتونستین برسین. اون طنز تلخی که حجت گفتی خیلی به دلم نشست، چون من وقتی که نقشا اومد گفتم و مهدی دهباشی شهروند، علی جوادی شهروند، پاشا شهروند، شماره ده شهر، تمومه، کلیشی شهروندی شد بچه ها دیگه، تلسمه شکست، این بازی رو شهروند میبره. البته ناگفته نموند که واقعا تیم مافیا فوق‌العاده عمل کرد، به حال تحت فشار بودن، زرگریشون رو شروع کردن، ادامه دادن و در لحظه‌ای هم که خب لازم بود همه با هم دیگه رأی دادن. چون تیمتون برده و خب همه چی هم مرتب بوده، من در مورد شما اگر صحبتی نمی کنم این دلیلش نمیشه که شما خوب نبودید. میخوام بگم که خیلی حیف شد، یعنی دوست داشتم که یه مقداری بیشتر گوش میدادید به فکت ها و بازی یهو میتونست اونجایی که هانتر با خودش مافیا رو برد یهو میتونست ورق برگرده. متاسفانه یک ناتوی سیف دست مافیا بود، وگرنه مطمئنم که شاد هم گرفته میشد. در هر صورت خیلی خوشحال شدم از اینکه این بازی رو دیدم، برای خودم جذاب بود. انشالله تو مرحله بعدی ببینمتون بچه ها، موفق باشید. مرسی خانم سارا. مجددا از همه 10 تا پلیر تشکر میکنم. روز و روزگار بر همگی خوش. خدا نگهدار. چند لحظه ازتون اجازه میخوام تا نقش ها رو کپی کنم.
خیلی خوب، یکی از دوستان اولین کسی که مایکشو باز بکنه تعداد شافل کردن رو به من بگه. رقابت برای با دست نشون ندید از اولین صدایی که من بشنوم، چون اصلا من تو زوم الان چهار زودتر گفت. یک بار، دو بار، سه بار و اینم چهار بار. طبق ساعت این سایت، ساعت 18:50:47 UTC. لطفا بچه ها تصاویرتون رو ببندید تا من نقشهاتون رو بفرستم. دونه دونه صداتون میکنم، هر کسی رو که صدا کردم تو پیوی من به هم پیام میده و من نقشش رو براش میفرستم. بچه ها من دو تا آیدی دارم، با اون آیدی نبی راوی در تیه بازی با من در ارتباط باشید. اون یکی آیدیم چون خیلی افراد این آیدی رو دارن، برای اینکه در تیه بازی خلالی تو روند بازی ایجاد نشه من این آیدی جدید رو ایجاد کردم. الان شماره یک آرین به من پیام بده با همون آیدی که بهتون گفتم، تو اون گروهتون هم گذاشتم، اون گروه شماره 7 این آیدی رو دارید. شماره 2 مهدی، شماره 3 پاشا، خب آیه حامد الان باید تصمیم بگیره که میخواد فکر کنم از روم رفت بیرون، درسته؟ بذارید من بیام رو این تصویر. آیه حامد رو من نمی بینم و فکرم می کنم که اینجوری نتش اذیت بکنه. یه لحظه بایستید من در مورد آیه حامد یه تصمیم گیری بکنم قبل از اینکه نقشی داده بشه. خب آیه علیرضا شما به جای آقای حامد بشینید بازی کنید، چون نتشون خیلی مطمئن نیست. شما میشید شماره 4 به من پیام بدید تا نقش رو براتون بفرستم. آیه علیرضا صدای من میشنوید؟
آقای علیرضا صدای من رو میشنوید؟ رو تا آقای علیرضا وصل میشه. شماره 5 خان آقا نبی شماره 4 رو میوت کنید. اینو رو میوت میزنه. آها میوت شد. شماره 6 روحام. شماره 7 ابوالفضل. شماره 8 آریا. شماره 9 علی. علی جان یه پیام به من میدی؟ تصویرت رو ببند آقای حامد. آقای حامد سری تصویرت رو ببند. آقای حامد سری تصویرت رو ببند. و شماره 10 محمد رضا. خب دوستان اگر مشکلی نیست و همه نقشاشون رو گرفتن تصویر بدید که بازی رو شروع بکنیم. دوستان همه تصویر. آقای مهدی متشکرم. تصویر.